به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمندی که در جلسه حضور دارند، چه آنانی که در زوم هستند، چه دوستانی که توی سالن ابن سینا در حضورشون هستیم. تشکر میکنم از حضورتون و خداوند رو سپاسگزار هستم که این فرصت به وجود اومده که میتونیم دو مرتبه دور هم بشینیم و مثنوی بخونیم و قصه های مثنوی رو مورد بحث قرار بدیم و از اون قرر و به اصطلاح مفاهیم ارزشمندی که مولانا در قالب داستان های مثنوی بیان میکنه تا اون مفاهیم عرفانی خودش رو برای ما باز بکنه، حداکثر استفاده رو با هم دیگه بکنیم. در جلسه گذشته دو تا داستان رو بحث کردیم، یکی داستان پادشاه و کنیزک بود و دیگری داستان توتی و بقال بود. مفاهیم زیبایی در اون داستان ها وجود داشت. حالا من نمیخوام که به اصطلاح کل داستان رو از اول شروع کنم و مورد بحث و تحلیل قرار بدم، فقط نکات کلیدیش این بود که در داستان پادشاه و بازرگان بحث از این بود که اون کنیز در واقع نماد نفس انسان بود که عاشق مظاهر دنیایی میشه ولی عشقش پایدار نیست، فقط ظاهریه. بعد از مدتی که اون ظواهر از ضعیف میشن، عشق این طرف هم ضعیف میشه، مثل مریض شدن به اصطلاح اون جوان زرگر و بعد از بین رفتن عشقش به پیش به قول معروف این دختر. ولی عشق پادشاه نسبت به دختر یه عشق پایدار بود، هم اون زمانی که دختر به اصطلاح سالم و جوان بود دوستش داشت، هم وقتی که مریض شد و زرد شد و در حال موت بود دوستش داشت، و هم وقتی که به اصطلاح طبیب الهی گفتش که باید این دختر رو بدی به یک جوان غریبه‌ای که توی شهر مثلا بخارا بود و اینا، این گفت باشه، من برام مهم نیست که این حالا همسر اون میشه، مهم اینه که میخوام این زنده باقی بمونه و به اصطلاح خوشبخت باشه. ببین عشق واقعی اینه دیگه، عاشق خودش نبود، عاشق دختر بود واقعا. گفت باشه، رفت رقیب خودش از به اصطلاح شهر دیگه آورد، بهش پول داد، مقام داد، پوزیشن داد، خونه داد، حقوق مکفی داد، دخترم به عقد ازدواج رسید. و بعد دیگه اون بقیه داستان ها که دیگه مولانا جنبندی کرد که عشق های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. و بعد هم گفتش که غیرت هم آید که پیشت بیستن، بر تو میخندند و عاشق نیستن، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. عاشقان غیب اونایی هستن که به ارزش ها معتقد هستن، ارزش ها را دوست دارن نه ظواهر رو. و این رو فردوسی با زیباترین بیانی در داستان عشق زال به رودابه، به زال و زال به رودابه بیان میکنه، در داستان عشق تهمینه به رستم و رستم به تهمینه صحبت میکنه، در داستان خیلی جاهای دیگه ای که این پهلوان ها، داستان گشتاسب نسبت به اون همسرش دختر پادشاه روم، اینا هیچ کدوم همدیگر ندیدن، ولی با ندیدن از طریق شنیدن اوصاف عاشق ارزش های اخلاقی هم میشن، اون غیب رو در واقع درک میکنن. اینا نکاتی بسیار جذاب که اونجا بحث شد. و بعد هم اون داستان توتی بود که مولانا خودش رو در قالب توتی نشون داد، گفتش که من وقتی راجع به عشق صحبت میکنم نمیتونم در دایره به اصطلاح کلمات من و دانش من نیست که بتونم اوصاف عشق رو اونگونه که هست برای شما بیان کنم. به همین دلیل اون داستان توتی رو گفت که توتی فقط تعدادی کلمات بلد بود، میتونست با آدم ها حرف بزنه، چطوری، خوش آمدی، خداحافظ، مبارک باشه، مسائلی از این دست. این میگه که مولانا میگه که وقتی که توتی توی دکان بود و یه دونه گربه پرید موشی رو بگیره و این توتی ترسید و از ترسش بالش خورد به مثلا شیشه روغن و شیشه های روغن ریخ، وقتی صاحب مغازه اومد بهش گفتش که تو چرا شیشه های روغن ریخته، و شروع کرد اینو زدن. توتی نمیتونست توضیح بده
میدونی چی میخوام؟ ببینی خودتو جای توتی بذاری. توتی دایره بدونه. کلماتش این نبود، در این حد نبود که بیاد بگه که بله ببخشید من اصلا من در جریان نبودم، ما نشسته بودیم، تقصیر من نبود، یه اتفاق دیگه ای افتاد، توضیح نمیتونست ببریم، گناهکار بود. و چون گناهکار بود زد تو سرش، موهای کلش ریخت. وقتی یه اتفاق افتاد و توتی قهر کرد، اون وقت یه جولقی از کنار مغازه داره عبور میکنه، جولق هم به اصطلاح به اختاب دراویش میگفتن که بعد از مثلا 50 تا 60 سال ریاضت کشیدن و مراقبه و مطالعه و بنده بسات به اون مقام میرسیدن، اینا کلوهاشون رو میتراشیدن، تیغ مینداختن به قول معروف. این یهو دیدش که یه کچلی داره از جلوی مغازه رد میشه، یهو برگشت بهش گفت که از چه کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ میگه تو چه گه چرا کچل شدی؟ میگه تو هم روغنا رو ریختی زدن تو سرت کچل شدی. بعد مردم خندهشون میگیره. مولانا میگه که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نبشتن شیر شیر. گوش میدی؟ آن یکی شیریست اندر بادیه، وین دگر شیریست اندر بادیه. آن یکی شیریست کادم میخورد، این یکی شیریست کادم میخورد. بعد ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بیدم. حمله من پیدا و ناپیداست، با جان فدای آن که ناپیداست. میبینید خیلی زیبا این رو هم اون قصار زبان رو در رابطه با تحلیل عشق بیان میکنه و هم اینکه ما خودمون رو با اولیای الهی مقایسه میکنیم، بگیم خب اون اینجوریه پس ما هم هستیم، پس ما مثل هم هستیم. در واقع میگه نه، همه شکل هم هستن ولی مثل هم نیستن، در اونها با هم متفاوته. این نکاتی بود که حالا من خیلی سر دستی فقط گفتم، اون یک ساعت و نیم طول کشید تا من این مفاهیمی رو اون دفعه بحث کردم. اما امروز ادامه اون داستان رو میگم، دو تا داستان. حالا اون داستان ها ساده بود، راحت آدم میتونست مفاهیم و مبانیش رو در بیاره. این دو تا قصه ای که امروز میخوام بگم یه مداری پیچیدگی بیشتری از اون بخش دیگه داره. من یه لحظه اجازه بدید که بعد. خب میام اینجا یه اسکرین شیر من میکنم خدمتتون ببینم که گاهی عکستون میره گاهی میاد. الان دیگه درست میشه. خب من اینجوری خب الان خوبه دیگه؟ الان دیگه فقط شما بعد اسکرین رو ببینید، درسته؟ خب از اینجا دیگه شروع میکنیم به اصطلاح داستان های امروز. میگه داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. تعصب از ریشه عصبه است. عصبه یعنی پایبند بودن به چیز، حالا هر چیزی، به ناموس، به نمیدونم دین، به اعتقادات، به ملت، به میهن، به هر چیزی که شما خیلی شدید پایبند باشید میگن تعصب. البته یه وقت بار منفی داره، به این مفهوم که میگن طرف آدم متعصبیه. یعنی چی؟ یعنی گوش و چشم خودش رو بر هر چیز دیگری بسته است، یعنی رفته توی لاک دفاعی و فقط آنچه را که خودش معتقده اون رو قبول داره و اون رو به اصطلاح روش پافشاری میکنه. خب این آدم رو ما آدم مثبتی نمیبینیم. ما معتقد هستیم که انسان ضمنی که به یه چیزی عقیده داره که ما بهش میگیم ایمان، به یه چیزی ایمان داره، اما چشم و گوش خودش رو به دیگران نبسته، آمادگی داره که سخن دیگران رو هم بشنوه، اگر منطقی پشت سر سخن دیگران رو خب اون رو میپذیره و مثلا خودش رو اصلاح میکنه، دیدگاهش رو مثلا گسترده تر میکنه و مسئله از این هست. اما اینجا بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دم ساز خدایی را جدا. همینجا چند تا نکته خیلی زیبا هست. یکی این که بس یه پادشاهیه که جهوده، خیلی متعصبه، خودش رو به شدت وفادار به حضرت موسی میدونه و
حالا دوره عیسی شده. این عیسی را متفاوت از موسی میبیند. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به همین دلیل کمر قتل عیسی و عیسویان را بسته در مقابل موسی و موسویان. خب اما این شاه شاه احوله. احول یعنی چی؟ یعنی دوبین. دوبین حالا ما خیلی ساده شو اگه من بخوام بگم احول یعنی چپ. آدمی که چپه. شما الان عذر بخوام اگر چشمای خودتون چپ بکنید ببینید تصاویر رو دوتا میبینید به جای یکی دوتا میبینید. در حالی که حقیقت جهان هستی اینه که یک تصویر بیشتر وجود نداره، یک شی در مقابل شماست، اما شما اینو دوتا میبینید. اینو مولانا به زیبایی میخواد بگه که موسی و عیسی هر دو یه نفرن، هر دو یه رسالت دارن، هر دو یک پیام دارن، هر دو به یک اصل شما رو هدایت میکنن، اما آدم متعصب اینا رو چیکار میکنه؟ دوتا میبینه. خیلی جالبه، یه جای دیگه مولانا یه قصه ای رو میگه، میگه یه بقالی بود یه شاگرد داشت، بعد شاگرده خب پادوش بود دیگه، مثلا گفت برو اونو بیا، برو اینو بیار، این کار بکن، کار بکن و اینا. یه دفعه هم توی دکون که نشسته بود به میگه به شاگرد میگه برو اون شیشه روغنو که توی پستوه تو انبار مثلا مغازه است برو اون برد بیا. شاگرده چشماش چپ بود، میره و میاد میگه استاد کدوم یکی رو بیارم، سمت چپی رو بیارم یا سمت راستی رو بیارم؟ این میگه که یه دونه بیشتر نیست، برو همون یکی رو بعدو بیار. باز میره میاد میگه استاد والا دوتاست، به خدا دوتاست. بعد میگه که بابا جان یه دونه بیشتر نیست. باز میره میاد این عصبانی میشه میگه خیلی خوب دوتاست. میگه آره. میگه برو بزن یکیشو بشکون اون یکی رو بعدو بیار. اینا میره میزنه شیشه، میزنه شیشه روغن میشکونه، میاد میگه استاد هر دو شیکه هست. میدونی مولانا میگه ماها اینجوری هستیم. گاهی آقا یه چیز جالبتر باز میگه، داستان خیلی قشنگه، میگه که توی شهری همه اهالی دوبین بودن، تمام اهالی شهر توی دهی مثلا بوده، حالا دیدید که این بیماری ممکن توی به اصطلاح ژنتیکی هم باشه، مثلا اینا ازدواج خانوادگی بکنن توی دهات خیلی اتفاق میفته، مثلا میگه همه دوبین بودن. یه عالمی از چیز میاد از مثلا بیرون اون ده جایی میاد واسه این مردم ده شروع میکنه سخنرانی کردن که آقا مثلا بیماری دوبینی این است که هر چیز رو دو برابر میبینن، دو برابر میبینن فلان و بیسار، و کلی حرف میزنه و میره. یه بچه چون جمعیت میده برمیگره به باباش میگه که این آقایی که میگفتن خیلی عالمی دانشمنده همین آقا بود؟ میگه بله پسر همین آقا بود، خیلی مرد دانشمندی. میگه تو آقا هیچ سواد نداشت. بچه میگه چطور؟ میگه خب من این دوتا ماه و چهارتا نمیبینم، من همون دوتا میبینم ماه. دقیق کن چجوری ذهن منحرفه. میگه این اصلا سواد نداشت، من دوتا ماه و چهارتا هیچ وقت نمیبینم، همین دوتا همیشه میبینم. بنابراین اون اشتباه میکرد در قضاوتش و در سخنرانیش. یه چیزای بنیادی در ما ذهن ما رو چیکار کنه؟ خانه از پای بس ویران میشه، وقت مبتنی بر اون همه چیز رو اشتباه اساسا قضاوت میکنه. این رو مولانا به زیبایی در این مطلب مطرح کرده. خب میگه شاه احول، شاهی که دوبین بود، این دوبین نه دوبین چشم، میگه شاه احول، شاه احول کرد، شاه اول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. برای رسیدن به حق، پس بربرین یه توضیحی که داده میشه این هستش که برای رسیدن حق باید از تعصبات کور مذهبی دوری کرد و همواره باید این نکته را در نظر داشت که جوهر همه ادیان یکیست. این پیام اولیه. خب مولانا حالا اینجا اینو تبیین میکنه، میگه خشم و شهوت مرد را احول کنه، ز استقامت روح را مبدل کند، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که بناه دین موسی هم و پشت. او وزیری داشت گبر و اشبده، کو براب از مک بربستی گره،
گفت ترسایان پناه جام کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. کم کش ایشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بود مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن بر خلاف. ببینید میگه که آنچه که باعث دوبیدی میشه، آنچه که باعث میشه قضاوت درست انجام نگیره، این هستش که خشم و شهوت یک کسی رو وجودش رو سرپای وجودش رو بگیره و این باعث میشه که روح که حالا اینجا مظهر جان و تعقل و قلب و درک انسان هستش، این به اصطلاح مبدل میشه، نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. وقتی که غرض میاد، گفتش که اون داستان سعدی، وقتی شما با دیدگاه همی که ما میگیم که پیش چشمت می نهی شیشه کبود، لاجرم دنیا کبودت می نمود، همینه دیگه. شما وقتی با یه نفر دشمنی دارید یا یه نفر نسبت به شما دشمنی داره، معمولا فقط زشتی های شما رو میبینه، خوبی ها و هنرهای شما رو قاعدتا نمیبینه. اگر هم ببینه ایگنور میکنه، مخصوصا ایگنور میکنه، ولی کمترین خطایی از شما سر بزنه اینو بولد میکنه و بزرگش میکنه. خب اینو داشته باشید. به خاطر همین به صلاح خشم و به تعصبی که داشت، هزار تا مسیحی بیچاره رو میکش. به خاطر اینکه چرا شما به مسیح معتقد هستید؟ میدونید که مسیحیان در اوایل به صلاح ایمانشون نسبت به حضرت مسیح، خب اینا اصلا در غارها زندگی میکردن، بهشون گفتن رواقیون، میرفتن توی این تونلا، توی چه میدونم این جاهای دوردست بر رو بیابونا، چون اینا میکشتنشون، اگه گیرشون میابردن میکشتنشون، به عنوان چه میدونم حالا از دین برگشته به صلاح خروج کرده برده مرتد مثلا، یه همچه حالتی. بعدها بعد از 300 سال مسیحی‌ها تونستن اوپنلی خودشون رو مسیحی اعلان کنن و مثلا پرکتیس کنن به قول این فرنگ. برها یه وزیری داره این جناب پادشاه، خیلی آدم کیاس و به قول معروف زلبلی هستش، و به خاطر این کیاس بودن و زلبل بودنش میاد برمیگره به پادشاه میگه که ببین این اینجوری دنبال اینا دویدن و اینا رو گیر آوردن و کشتن شما رو به هیچ جا نمیرسونه، به اهدافتون هم نزدیک نمیشید. تنها راهش این هستش که ما یه روش دیگه‌ای پیدا کنیم که حسابی بتونیم به اینا ضربه بزنیم. ببینون وزیرم به اصطلاح همتای خود پادشاه دقیقاً، چرا که طرف نهایتش اینه که اگر طرف هم مثلا شما دستگیر کنی، فوقش اینه که ظاهرا میگه بابا ما اصلا مسیحی نیستیم، ما یهودی هستیم. ظاهرش هم میاد توی مثلا چم کنیسه و اونجا ممکنه نماز هم بخونه، ولی قلبش مسیحیه. شما نمیتونی به زور القا بکنی ایمان رو بر قلب‌های مردم، این اصلا جور در نمیاد، با عقل جور در نمیاد. یه نفر از طریق شناخت باید یه مثلا پدیده رو قبول کنه و ایمان بیاره، نه به زور، فرمایشی که نیست. خب اینه میگه، میاد میگه که میاد میگه که گفت ای شه گوش و دستم را ببر. حالا شما ببین این آقای وزیر در باطل خودش چقدر مؤمنه، دقیق کنش ارزم، خیلی نکته جالبیه ها، در عقاید باطل خودش بسیار مؤمنه و فکر میکنه که داره برای خدا زحمت میکشه و برای خدا داره کار میکنه. خب گفت ای شهر گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دان. یعنی چی؟ میاد میگه که من و شما، خب این وزیر عالم و دانشمندی هم بوده، بسیار هم آدم باهوش و زیرک و آگاه، میاد میگه که شما یه نیروهای امنیتی رو بفرست بیان یهو من دستگیر کنن. به جرم این که این آقای وزیر مسیحی بوده، ما ارتباطاتش رو نیروهای امنیتی شناسایی کردیمش و گوشش رو ببرید، بینش رو بشکافید ببرید،
نمیدونم لبشو بشکافید، یعنی شکنجهش بکنید. بعدم میگه که منو ببرید پای چوبه اعدام، این گردن من در حالی که میخواهید دیگه اون لحظه آخر که بکشید بسارا منو بسارا بکشیدم و از بینم ببرید، یه نفر بیاد وساطت بکنه. ببینید طراحی چقدر دقیقه، یه نفر یا مثلا یه جمعی از بزرگان بیان وساطت منو بکنن، شما از سر تقصیرات من بگذر در جمع، بعد منو مسیحی ها بنده های خدا کجاها میرن، جاهای دور دور مثلا خودشون رو پنهان میکنن و شهرهای توی بر رو بیابون های اون جاهای دور دور من بگم، منو اونجاها تبعید بکن و که اونها منو از خودشون بدونن، وقت من بلدم چه کار باید بکنم که پدرشون رو در بیارم. ببین تا این حد این حاضره که خودش این کار بکنه. خب اما چند تا نکته در همینجا هستش، دقت کنید. وقتی که میره اونجا و این چیزها به اصطلاح مسیحی ها اول خب شک میکنن که نکنه این مثلا جاسوس پادشاهه، نکنه این داره ما رو گول میزنه. اما یه سالی دو سالی اونجا هست و آدم ملایی هم بود، به انجیل کاملا آشنا، با مفاهیم دینی کاملا آشنا، خیلی قشنگ بسه یه به اصطلاح اینا تعالیم دین مسیح رو برای اینا میگفت. اینا آروم آروم بهش اعتماد کردن، گفتن کسی مثل که با این بلاهایی هم که به سرش آوردن معلومه که آدم مثلا حالا مؤمنی بوده، واقعا مؤمن مسیحی بوده، بهش ایمان بیارن. میگه او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود. ظاهرا احکام مسیحیت رو میگفت اما در واقع سفیر و دام بود. سفیر که میدونید چه، سفیر یعنی صدا. دیدید اینایی که خصوصا تو شمال کشور ما توی منطقه بندر انزلی اون طرفا اینا مرغابی های وحشی رو شکار میکنن، دو تا کار انجام ده، یکی که یه سری مرغابی های از قبل اهلیشون کردن میرن تو اون منطقه رها میکنن، مرغابی های وحشی بیچارا فکر میکنن دوستا و رفقاشونن، میان اونجا میشینن به هوای اینا که اونجا هستن، بعدم غیر از اینم سوتی میکشن چه میدونم والا صدای اون پرنده رو در میارن، پرنده ها فکر میکنن جفتشون هست مثلا نره مادر، و اینا میان اونجا تو دام میافتن. این در واقع این کار رو داشت میکرد، دام شده بود برای مسیحی ها که مسیحی ها رو جمع کنه دور خودش که بعدا بلا سرشون بیاره. مولانا وقتی به این نکته میرسه تو این پاگرد داستانه برمیگرده میگه که صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بیدم، دم به دم پا بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغ شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز، ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما بخوش، که این خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبار ما حفره زده است، وصفنش انبار ما ویران شده است. خیلی قشنگه دیگه. وقتی که این حیله های این مرد رو میگه، میگه که یه حدیثی ما داریم که حضرت پیامبر به حضرت علی علیه السلام میفرماید که ای علی، به تعداد راه هایی که تو از طریق آنها مردم را به خدا و ایمان راهنمایی میکنی، شیطان به همان تعداد راه ها بلد است که مردم را به سوی کفر و نفاق و دشمنی و پلیدی هدایت میکند. توجه کردی؟ به همین دلیل مولانا میگه که صد هزار دام و دانه در پیش پای ما هستش، هر چی ما میریم بالاتر یه پله بالاتر، تو ما رو دست ما رو میگیری خدایا، ما رو نجاتمون میدیم، یه پله میاییم بالاتر، مرغیم تبدیل به قرقی میشیم، قرقی تبدیل به شاهین میشیم، شاهینیم تبدیل به سیمرغ میشیم، اما در هر مرحله یک دامی متناسب با همون مرحله برای اون چیه؟ برای اون میذاره. فردوسی میگه چو گویی که توش خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، یکی نقض بازی کند روزگار، که بنشاندت نزد آموزگار. اون موقع که فکر میکنی خیلی دیگه همه فن حریف شدی، به قول به اصطلاح چه میگم
عوام حالا بگیم، میگه من مار خوردم افعی شدم، شنیدی؟ میگه من مار خوردم تا افعی شدم. اون موقع که فکر میکنی که مار خوردی افعی شدی، اون وقت یک دام زده افعی برات میذارن، مثل برق یه دونه مارگیر میگیرت میکنه که تو کیسه، تازه میفهمی که هیچی بلد نیستی. توجه کردی؟ خیلی نکته ظریف. خب بعد به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه، میگه که ما حاصل عمر ما چیه؟ ما پیش خودمون فکر میکنیم که مثلا 40 سال از عمرمون گذشته، 60 سال گذشته، چی سرمایه داریم؟ سرمایه‌ای که پیش خودمون هست چیه؟ حالا سرمایه مادی رو بذار کنار، روی سرمایه معنوی بکنم صحبت کنیم. مثلا به 4 تا مدرسه کمک کردم، 4 تا مثلا آدم رو دستش رو گرفتم، مشکل 4 تا آدم رو حل کردم، اینقدر مثلا کمک به بینوایان کردم، این دیگه مثلا اینقدر نماز خوندم، اینقدر روزه گرفتم، 4 بار مثلا قرآن، حالا اگه مسلمونی تر مثلا 4 بار قرآن رو مثلا دوره کرد، اینا مثلا میگه نه حاصل من. میگه یه وقتا بیرون نگاه میکنی بعد از 40 سال نگاه میکنی ببینی توی انبارمون چی داریم، میبینی هیچی، این خالیه. چرا خالیه؟ مولانا میگه یه موش اومده تو انبانت، همونقدر که تو از این ور داری هی گندم توی این انبان بریزی، اون موش هم داره چیکار میکنه؟ از اون ور اینا رو داره میخوره و به این میبره. بعدا مولانا میگه که این همون گناهانیست که ما مرتکب میشیم و مطلع نیستیم که چه کارهایی داریم میکنیم. فکر میکنیم کار خوب داریم انجام میدیم، اما داریم همه کارهای خوبمون هم به یه نوعی از به یا دوچار کبر و غرور میشیم، یا دوچار عجب میشیم، مسائلی از این دست، و هر چه هست از بین. برابری مولانا میگه اول سعی کن اون موشه رو به دام بندازی، از بین ببریش، بعدن کسب گندم بکن و داخل اون انبان خودت بذار که آخرش دستت پر باشه. خب اینا رو میگه، اینا رو توی چیز میکنه، به اصطلاح توی پاگرد قصه داره برای ما مولانا میگه، ادامه میگه. اول ایجان دفع شر موش کن، وان جهان در جمع گندم جوش کن، گر نموشی دوز در انبار ما، از گندم اعمال 40 سالی کجاست. خب حالا میرسی برای بقیه دست. میگه آن وزیرک از حسد بودش نجات، آن وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. هر که صاحب ذوق بود از گفته او، لذتی می دید و تلخی جفته او. نکته ها می گفت او آبیخته، در جلاب قند زهری. اینجا یه نکته بسیار زیبا و ظریف تو این 3-4 تا بیت هست. اولا که بگه وزیر نژادش از حسد، حسن نسبت به چی؟ نسبت به عیسی و پیروان عیسی. دوست نداشت پیروان عیسی رو ببینه، چون این دوتا رو از هم جدا میده، این دوتا رو مقابل هم. اما نکته اینجاست که هر کسی کو از حسد بینی کند، بینیشو بکنه، یا گفته بود بینی من رو ببر دیگه، نه، خیش را بیگوش و بیبینی کند. یعنی چی؟ مولانا میگه که ما یه گوش داریم، یه چشم داریم، یه بینی داریم، اینها عوامل ارتباطات ما با جهان بیرون از خودمونه. همین دیگه، میشنویم، بو میکنیم، میبینیم، اینا. یه جا مولانا میگه که آن کسانی که، خوب دقت کنید، میگه آن کسانی که به دنبال شکار آهو میروند، تا یک جایی رد پای آهو رو میگیرن، اون راهنماشونه، میرن دنبال رد پا تا به نزدیکی های کنام آهو میرسن، از اون به بعد که نزدیک میشن دیگه رد پا براشون اهمیت پیدا نمیکنه. چرا که بوی مشک آهو بینید، دقت کنید، بوی مشک آهو اونها رو به سمت خودشون چیکار میکنه؟ جلب میکنه. اینو به صورت نمادین داره میگه، در مسیر سیر و سلوک داره میگه، میگه اونایی که سالک هستن تا یه جایی استاد میخوان، پیر میخوان، نمیدونم
چی میگه همون پیر و مراد و این صحبت‌های دیگه، پیر طریقت میخوان، اونا راهنماییشون میکنن. تو یه جایی، یه جایی که دیگه طرف به اون حدی که باید باشه میرسه، دیگه نیازی به این نداره، خودش دیگه استشمام میکنه بوی خداوند رو و میره به سمتش. اما اونی که بینیشو برید، اون دیگه نمیکنه دیگه. اون حتی گوش شنوا هم دیگه نداره. میبینه به چه زیبایی تمثیل میکنه که طرف میگه گوشم رو ببر، بینیم هم ببر، برای اینکه نه بو رو استشمام کنه، نه دیگه بشنوه اساسا سخن حق به وارد گوشش اساسا نشود. خب اینو داشته باشید. خب اما وقتی که حرف میزد این آقای سفیر، این به اصطلاح مرغ دامگیر به قول معروف، وقتی که حرف میزد میگه که در روپوشی از قند زهری در داخل کلامش بود. یعنی زهر رو یه روپوشی از کلام مسیح بهش میداد و اینو بین مردم پخش میکرد. بین کیا؟ بین مسیحی ها، بین اینا پخش میکرد. اما یه گروه بودن، هر کی صاحب ذوق بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفته. اما در میان این مسیحی ها، گروه بزرگی از مسیحی ها که حالا مثلا مولانا میگه که اینا 12 تا دیسایپل های حضرت عیسی که بودن، 12 تا مثلا گروه مسیحیت هم حضور داشتن، میگه از میان اینها یه عده‌ای بودن که وقتی به سخنان این طرف گوش میکردن، حس میکردن که ظاهر سخن حقه اما بو داره. دیدی چی میخوام بگم؟ انگار که اون صداقت لازم رو که باید در داخلش باشه وجود نداره. اینو داره میگه. نکته ها می گفت او آمیخته در جلاب قند زهر میخته. خب ظاهرش می گفت در ره چست شد و از اثر می گفت جان را سست شد. می دونید؟ می گفت ظاهرا می گفتش که آقا تحرک داشته باشید، حرکت بکنید در راه مثلا گسترش دین، انجام اعمال مثلا دینی فلان، مثلا راجع به مسیح صحبت می کرد دیگه. اما در باطنش القا می کرد که رخوت رو، مثل این میمونه که خب خوبه مثلا در جهت مثلا دین کار کنه، اما بذارید به عهده خداوند، ایشالله خدا خودش همه چی رو درست میکنه. یه همچین حالتی مثلا این دیدی، مثلا میگه این حرف رو راجع به حجتی ها میزنن. در اسلام میگن که حجتی ها هیچ اقدامی برای فراهم کردن ظهور امام زمان انجام نمیدن، میگن بعد بل کنی خود امام زمان میاد مثلا هرچی اتفاقا دنیا خرابتر بشه بهتر امام زمان میاد مثلا درست میکنه. این هم چه حالت منفعلانه دارن بسرا. این هم چه حالت. خب هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفته او در گردن او طوق بود. یعنی به غیر از اون گروهی که حس میکردن و صاحب ذوق بودن و میفهمیدن که یه باکیش هست، به قول این شیرازی ها میگن طرف یه باکیش هست، اونایی که میفهمیدن یه باکیش، بقیه آدم های ساده تری بودن و میتاب و نل به نه، هرچی که اون میگفت طوق بندگی به اصطلاح طرف رو برگردن خودشون داشتن و پیروان تاب و نل به نل رو. پیش او بنشست شه کی، پیش او بنوش شه کی مقبلم. خب بذار اینجا بگم بعد ادامه. این داستان 2-3 سالی طول میکشه، رابطه این آقا با جامعه مسیحیونی که حالا دیگه از اطراف اکناف هم هی آروم آروم میشیدن دیگه، جمع شده بودن، همه یک کاسه شده بودن دوربر این آقایی که شده بود محور و قطب لیدرشیپ اینها. خیلی داستان چیزها ها حواستون جمع باشه، این قصه قصه روز ماسا، فکر نکنی این قصه قصه 700 سال پیش مولاناسا، قصه روز ماست. یه خود فکر کنید، یه کمی فکر کنید، میبینید قصه روز ماست. دقیقا اینا جمع شده بودن و دوربره 2-3 سالی طول کشید. این شاه هاکزا هم داره یه نامه سیکرت نا رابطه داشتن با هم می نویسه که جناب وزیر خبری نه، شما میخواید بکشیم اینا رو، زودتر یه کاری بکن، یه حرکتی بکن که ترتیب اینا داده بشه فلان بسا رو. بعد میگه
پیش او بنوه شهکی مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم. بعد گفت اینک اندران کارم شها کفکنم در دین عیسی فتنه ها. قوم عیسی را بودن در گیر و دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی، حکمای هر یکی نوعی دیگر. این خلاف آن ز پایان تا به سر، در یکی راه ریاضت را وجو، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این راه مخلصی جز جود نیست. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است دام. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. گفته کمر و نهی هاست، بهر کردن نیست شرح عجز ماست. اینیم اندران حق را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز. هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت خود نعمت او دان که هوست. در یکی گفته که این دو برگ، در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. ببخشید. در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع. در یکی گفته بکش باقی مدار، تا عوض بینی یکی را 100,000، که ز کشتن شمع جان افزون شود. لیلیت از صبر چون مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آید پیش او دنیا و بیش. در یکی گفته که آنچه داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. در یکی گفته که بگذار آن خد، کن قبول طبع تو رد دست و بد. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و کبر از او آگه شدی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل غذای جان بود. خب میبینید که 12 تا در یکی گفته، در یکی گفته، در یکی گفته اومد. میبینید اومد یه مدتی چیز کرد مردم رو، وقتی که جمع کرد در پاسخ پادشاه هم گفت که نگران نباش، من ترتیب اینا رو میدم، شما فقط به من یک مهلت بیشتری بده. میاد خوب که مردم بهش علاقمند شده بودن، برمیگرده به اینا میگه که من چیز میکنم، من یه مدتی باید از شما دوری کنم، باید برم به مراقبه بپردازم و خودسازی کنم. آدم عارف مسلکی بودی، خودسازی کنم و بعداً با شما تماس بگیرم. اینا خب همه تشنه این بودن که مثلا استادشون، رهبرشون، لیدرشون خب حرفای قشنگ هم میزد، آدم ناطق و بسیار خوش بیانی هم بود. میاد میگه که من میرم. یه 2-3 ماهی میره در خلوتی به قول معروف و به صلاح کنج عزلت میگزینه، این مانیفستا رو شروع کرد به نوشتن. 12 تا مانیفست به قول معروف می نویسه، که در هر یک از این مانیفست ها یکی میگه باید راه رسیدن به خدا جوعه، یعنی کم خوردنه، یکی جوده یعنی سخاوت کردنه، یکی مراقبه کردنه و عبادته، یکی نمیدونم اینه، یکی اونه، یکی اینه. 12 تا خوندم براتون دیگه. 12 تا پرینسیپال رو مطرح میکنه با توضیحات کامل. بعد از 3 ماه میگه که خب حالا من مثلا ماهی یه نفر رو به حضور میپذیرم، اونم رهبر این توایف رو فقط به حضور میپذیرم. مثلا هر یه ماهی یکی از این مثلا رهبران این گروه های مسیحی میرفتن خدمت استاد اعظم و اونم خصوصی و بیا بشین.
نشست و میگفتش که ببین مبنای دین مسیح جود است. و حالا یه سخنرانی مفصل راجع به جود و چی و اهمیتش بلان، اینم منیفستشه این خدمت شما. ضمنم اینو بدون که بعد از من که من بمیرم، تو به عنوان لیدر کل مسیحیان جهان یا منطقه اون کشور منصوب میشید از طرف بنده، همونطور که من لیدر همه هستم تو لیدر هستی. اینم سیکرت نگه میداری تا وقتی که من بمیرم. چشم. اینم میگرفت و میزد زیر بغلش و میرفت سیکرت بودی. مثلا یه ماه بعد یا دو هفته بعد اون یکی رو به حضور پذیرفت. این همه ماجرا، مبنای دین عبادت است و نماز، اون یکی مبنای دین توکل است، مبنای دین نمیدونم جنگ و جهاد است، مبنای دین فلان است، علم است، فلان، هر کدوم اینجوری. بنابراین 12 تا در واقع مبنای دین تمام این هاست، فقط یکی نیست. مبنای دین تمام این مباحثی که گفتیم جز مبانی دینه، هیچ اصلا جدا نیست، ولی به هر حال دیگه اینا رو میده. بعد اینا میرن، وقتی که 12 نفر اومدن حضور ایشون رفتن، میره و باز از اینا جدا میشه، باز بگم من بعد برم خودسازی و عبادت، میره خودشو میکشه. فکر کنید چقدر این آدم مؤمنه به کاری که داره انجام میده، میره و خودکشی میکنه، خودشو میکشه. این آقایون به اصطلاح دیسایپلا به قول ما یه مدتی میگن لیدر ما چی شد، نیامد فلان، میدونستن که مثلا تو فلان کوه رفته داره مثلا عبادت و خودسازی میکنه. میرم اینا مرده، جسدش هم بوگند گرفته، چه میدونم حالا مثلا استخوناش مثلا اونجا هست، هیچی. میان جمع میشن دور هم مسیحی ها، میگن خب رهبر ما که فوت کرد و مرد و اینا، تکلیف ما چیه حالا این وسط، چه کار باید بکنیم؟ خب طبیعتا یکی از این بنده خدا 12 نفرها بلند میشه میگه که والا ما خدمت مثلا جناب اسقف اعظم، حالا اسمشو بذاریم، رسیده بودیم، ایشون منو مورد به صلاح عنایت قرار دادن و اینو گفتن و اینو گفتن و یه منیفستی هم به من دادن و من اینم نامه ایشون که من به صلاح رهبر چه میدونم مسیحیان جهان هستم. او یکی بلندش گفت که ببخشید بی زحمت بنده هستم، ببینم اینا، اینم حکم من. یکی گفت آقا شما چی میگی؟ من هستم هیچی. بینشون چی شد؟ جنگ و جدال شد و اینا شروع کردن همدیگر رو لتو پار کردن. حالا اینجا داشته باش دیگه، بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر. اینا دیگه، مکر دیگر آن وزیر از خود نبست. ادامه داستان. وز را بگذاشت و در خلوت نشست، در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. دیگه رفت گفتش که من دوست دارم شما را، ولی به من وحی شده که باید بمونم. این چه آدم فتنه‌ایه. ما به گفتار خوشت خون کرده ایم، اینا بیچاره ها بهش میدن، ما به گفتار خوشت خون کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوشدار. وانگهانی آن امیران را بخوان، یک به یک تنها به یک حرف، به هر یک حرف را گفت، هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من تویی. میدونی؟ به هر کم از اینا گفت شما خلیفه من هستید. بعد از آن 40 روز دیگر در بودست، خیش کشت و از وجود خود برست. این خیلی جالبه. مولانا میگه خودشو کشت، از وجود خودش برست. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ سعدی خیلی جالبه. همین بحث رو سعدی میکنه، خیلی جالب. میگه که یه پادشاهی اومد رفت سراغ یک عالم عارف خیلی سطح بالایی، برگشت بهش گفتش که یه دعایی در حق من بکن جناب عارف. این برگشت گفتش که دعا کنم کاری که برای من یک مرحمتی باشه. گفت خدایا
هر چه زودتر این پادشاه رو بکش. این چیز شد جا خورد، گفت مرد حسابی من به تو میگم، من دعا کن، تو میگه خدایا بکش. آره به خدا، بزرگترین دعایی که برای تو میکنم همینه، برای که تو هر یه روزی که زنده باشی داری برای خود جهنم تو سوزانتر میکنی با این کارهایی که داری انجام میدی. من بهترین دعا رو برای تو کردم، برای که تو انقدر بدجنسی و خبیثی و ظلم داری میکنی، این دعایی که من برای تو کردم بهترین دعایی که برای تو میتونستم بکنم. گوش میدی؟ از این مثال ها سعدی فوق العاده زیبا داره جای اینجا داره میگه که او خودش کشت و از وجود خودش برست، رها شد از وجود خودش، چون هرچی که باقی میمون بر حجم گناهانش داشت افزوده میشد. بعد ماهی خلق گفتن ای مهان، از امیران کیست بر جایش نشان؟ یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمان. اینک این تومار برهان من است، کین نیابت بعد از او آن من است. آن امیران دیگر یک یک قطار، برکشیده تیغهای آبدار. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده کشته شد. یعنی بهترین سیستمی که میتونستن مسیحی ها رو نابود بکنن این بود که خود مسیحا هم دیگر چیکار کردن؟ زدن تیکه پاره کردن. حالا این داستان امروز جهان ما هست یا نیست؟ ببینید داستان‌های طالبان، داعش، افغانستان، عراق، سوریه، بگم دیگه یا نگم دیگه، آفرین اینا، ببینید چجوری انداختن اینا رو به جون هم دیگه و چطور دارن هم دیگر اینجوری تیکه پاره میکنن. هر کدوم هم خودشون رو برحب، یعنی ثواب میدونه. سنیه داره میگه که تا هفت شیعه رو نکشی اصلا بهش نمیری. بعضی هاشون، البته نه همشون، برداشت اشتباه نشه، بعضی هاشون تا هفت شیعه رو نکشی بهش نمیری اصلا. و از این دست. خب حالا میگه صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. تخم‌های فتنه‌ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته. تخم فتنه رو کاشت و این آفت سرهای مسیحی‌ها شد. خب بود، حالا اینجا بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بحر صفا. یاد میاد گفتش که در میان مسیحیان فقط یه عده کمی بودن که اونها این قند رو همراه با زهر درک میکردن و مردد بودن نسبت به صداقت این آقا و با شک و تردید به حرفاش گوش میکردن. اونا در این جنگ هرگز وارد نشدن، اونا هرگز در کشتن برادران مسیحی خودشون دخالت نکردن و یک گروهی بودن که سالم باقی بودن. دقت کن چرا بگه بود در انجیل نام مصطفی. البته میدونید که در آخرین ورژن انجیلی که پیدا شد در ترکیه که خیلی هم سر صدا کرد، که قدیمی ترین انجیل جهان هم هست، نام پیامبر اسلام توش اومده، تو اون انجیل هست. بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بحر صفا. طائفه نصرانیان بحر صفا چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بر آن وصف لطیف. اندر این فتنه که گفتیم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. مستجیر یعنی در امان. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان. بقیه اونا نام احمد رو پنهان میکردن، نمیخوندن، حذف کرده بودن، تا همه امروز هم حذف کرده بودن نام پیامبر. مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رای شومفن، از وزیر شوم رای شومفن. نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. میگه اونایی که مؤمن بودن و نام احمد رو میدیدن و احترام میگذاشتن و قبولش داشتند به وجود چنان پیغمبری که در آینده میاد، اونا هرگز وارد این بازی ها نشدن
ولی آن دیگران که پنهان میکردن و نمیگفتن، چون که مسیحیان به سراغ ملاهاشون دوست نداشتن بگن، که میخواستن بگن دین عیسی آخرین دینه و دیگه دین دیگه ای بغیر از اون نمیاد، و به سراغ اینو پنهان و کتمان میکرد. خب میگه نام احمد این چنین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند. خب پس ما چند تا نکته از این داستان درک میکنیم. یکی این که تعصب موجب دوبینی میشه و باعث میشه که رسالت پیامبران الهی رو از هم متفاوت ببینیم، در حالی که همشون یک نفر هستن و در یک مسیر هستن. به قول مولانا میگه مؤمن و کافر، جهود و نیک و بد، جملگی دارن ره سوی احد. خلق را چون آب داد پاک و زلال، اندرو تابان صفات ذوالجلال. میبینید از نظرگاه هست ای اصل وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. در گذر از نام بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. میگه همه پیامبران یک رسالت دارن، همه در یک مسیر. اتفاقا جالبه توی قرآن، چند جای قرآن به صراحت اعلام شده که کسانی که مسیحی هستن، کسانی که یهودی هستن، کسانی که اهل کتاب هستن، اگر آنها به آنچه که پیامبرانشان به آنها دستور دادن عمل کنند، قطعا از بهشتیان خواهند. این اصلا صراحت داره توی آیات قرآنه. این اصلا معنی نداره که شما بگید آقا یارو مسیحیه بس این جهنمیه. نه، از این چیزی نیست. قرآن به صراحت اینو داره. حالا پس یکی این، دومی که دین الغایی نیست، سوم این که ما همیشه در معرض فتنه ها قرار داریم، چهارم این که اونهایی که حقایق رو چشم حقیقت بین دارن و حقایق رو درک میکنن هیچ وقت دچار تشتت نمیشن. به همین دلیل شما میبینی که ما هم در اسلام هم در خارج از اسلام، اونهایی که مؤمنین واقعی هستن با همدیگه همه رفیقن. دوستان مسیحی با دوستان یهودی، دوستان یهودی با دوستان مسلمان، علما و دانشمندان اینها در کنار هم میشینن، با هم زندگی میکنن. او چقدر ما اون کتاب قصه داستان راستان مال آقای مطهری اینا خونده باشیم، داستان راستان بگه دو تا عالم، یکی عالم دین، هر دو، یکی سنی بود یکی شیعه بود، هر دو به صلاح چیز بودن، آیت الله عظما بودن به قول معروف، اینا با هم شریک بودن، مغازه داشتن، با هم دیگه زندگی میکردن. این یکی دخترش رو داده به اون یکی پسر، اون داماد بودن، عروس بودن، با هم هیچ اختلاف اشکالی هم با هم نداشت، چون هر دوشون چی بودن؟ دانشمند بودن. حالا یه دیدگاه این داره، یه دیدگاه اون داره، اونم خدا قضاوت میکنه کی راست میگه کی دروغ میگه، ولی با هم دیگه دشمنی اصلا نداشتن. ولی این یکی آدم، معذرت میخوام، ناگاه فتوا میده که اگه هفت شیعه رو تا نکشی بهش مثلا نمیده، یه همچین چیز. داعشی ها رو ببینید چجوری دارن برخورد میکنن و مسئولیت. خب اما من حالا یک کوچولو میخوام به شما یه استراحت بدم، هم شما یه گلوی تازه کنید و من هم یه سلام علیک مجدد با این دوستان زومی بکنم، ببینم حالش. دوستای زومی اون کجا هستن؟ بله دارم میبینم ایشون جنگ رو کارو ببینم. ما شما رو نمیبینیم. سلام حالتون خوبه؟ من خودم از چشم شما مثل اون مسیحیه، مثل اون وزیر یهود، خودم رو پنهان کردم که شما منو نبینید، بعد بتونم خوب به اصطلاح دیسی بهتون بکنم. خب خوب هستید دوستان زومی ما رو میبینید، یه سلامی باشو بکنید که بشنون. دوستای رومی ما به شما سلام میکنن، اونایی که تو سالن هستن. شما هم خودتون رو آمیوت کنید، یه سلام علیکی با دوستای رومی ما بکنید. نه اونا میخوان سلام علیک بکنن با شما. سلام خدمت همگی. سلام و درود بر همه. سلام و درود. این دوستای رومی ما اینجا نشسته، شما رو بزرگ روی یک پرده که پشت سر من هستش داره همه تونیم ببینن.
موزه به رفتار و گفتار کردار خودتون باشید. من یه چیزی بگم، این داستان تموم شد؟ نه، این قسمت این داستان تموم شد. بگو، من میکروفون رو میخوام بذارم که این رومیا صدای تو رو بشنوند. بهاره، بهار جان، بگو. این چون بخش 16 ایسی در مورد خواب و رویا بود که خیلی جالبه قسمت بعد توی قسمت 17 داستان لیلی و مجنون و رجب خیال صحبت میکنه، باز خیلی جالبه. بعد نمیدونم حالا اونا رو فکر کنم از روش رد شدین شما، نمیدونم، ولی خیلی قسمت حالا بهش میرسیم دخترم، میرسیم بعدا بهش میرسیم. بعد از این قصه دومه، قصه دومه میگم، بعد از قصه دومه اگه نکته ای داری بگو. نکته ها که خب نکته خیلی زیاد نه، شما بگین، نه که در نهایت چیزی بود که اضافه بود. من ولی خب در مورد قسمت داستان هفته پیش چی میگفتی خیلی جالبه. این از اول که مولانا شروع میکنه داستانا رو، در واقع دونه دونه اینا رو که داره میگه خیلی به هم مربوطه. اولین قصه که میگه که بشنوید این داستان شرح حال ماست، آن این پادشاه نماد ما هستیم و کنیزه نماد هم که گفتیم نفسشه و نفسش بیماره. برای اینکه نفسش رو درمان کنه، تنها کسی که میتونه این کارو بکنه اون طبیب الهیه در واقع. بله دقیقاً. بعد از اینکه اون داستان رو بیان میکنه، پس این در واقع داره بیان میکنه که ما توی این مسیریم و ما نیاز به راهنمایی داریم و تنها کسی که میتونه بکنه این کارو طبیب الهیه. و بعد تو داستان بقال و توتی در واقع میگه مثل اون توتیه نباش. توتیه این چیزی که کسی که فقط همینطوری تقلید میکنه دیگه و درست نمیتونه قیاس درست پس بنابراین ما نیاز به راهنما داریم که مثل توتیه نباشیم که فقط تقلید کورکورانه بکنیم. و بعد خیلی جالب تو این داستان میاد میگه که چطوری آدما گول میخورن، گول آدمای گول رهبرای معنوی دروغین رو میخورن اگر تمیز از درون نداشته باشن، اگه چشم دلشون خیلی باز نباشه و روشن نباشه. بعد و درگیر سخرگان سخره گفتگو بشن. اونجا توی این قسمت میگه که گفت خان ای سخرگان گفتگو، وز و گفتار زبان و گوش جو. پنبه اندر گوش حس دون کنی، بند حس از چشم خود بیرون کنی. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. بله. حس و بیگوش و بیفکرت شوید، جواب ارجعی را بشنوید. خیلی چیز مهم. حالا من نمیخوام وقت رو بگیرم، ولی در این زمینه حالا خواستیم بدم بشنم. بسیار مرسی، خیلی نکته قشنگی بود، مرسی دخترم. مرسی. این نکته های فوق‌العاده زیبایی در این اشعار وجود داره. من این بخش رو از چیز بگم، این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که مولانا در اون سری داستان ها میگه که اگر وقت چون قلم اندر نوشتن میشه تا، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. بعد صحبت میکنه که میگه که شرح عشق و عاشقی خود عشق گفت، هم عشق گفت و میگه که من نمیتونم که توصیف بکنم که عشق چیه مگر اینکه شما خودتون عاشق بشید و بفهمید که عشق چیه. دایره کلام من برای بیانش به سلام محدوده. یکی از نمادهای توتی در رابطه با حرف همین بود. میگفت توتی نمیتونست توضیح بده که آقا من قصه ای که واسه من اتفاق افتاده چیست. من کاری نداشتم، من روغن رو نریختم، من نشسته بودم و یه گربه یه گوشه پرید یه نمیدونم موشی رو بگیره. خب من به لحاظ غریزی ترسیدم، چون میدونید پرنده از گربه میترسید و بعد خوردم و این ریخت. اگر میتوانست که توضیح بده دیگه به قول معروف اون کتکم نمیخورد، ولی خب نمیتونست. و این نکته که میگه هم این که به اصطلاح بهار میگه که دیگه هم توتی مقلد بود، فقط یه چیزایی رو یاد گرفته اون حرفا رو تکرار میکنه، اونم در 12 کلمه رو یاد گرفته بود میتونست بگه. و یکی هم این که مولانا میخواد بگه دایره کلمات منم مثل توتی هست، محدود، نمیتونم قصه عشق رو بیان بکنم. و ضمناً اون نکته خیلی جالب که توتی خودش رو در واقع توتی ما هستیم،
که همه چیز رو قیاس به نفس میکنی. خوش میدید. به همین دلیل یه نکته جالبی که وقتی میگه که شما وقتی به داستان اون زرگر توجه میکنید، میگید که خب چرا طبیب الهی رفت اون زرگر رو مثلا سم داد و کشت؟ خب اون زرگر چه گناهی کرده بود؟ میدونی چی میخوام بگم؟ اینم قیاس به نفس دیگه. از دید ما این کار زشتیه، نباید این کار بکنید. درست مثل داستانی که در قرآن هست که خضر و موسی به قول معروف موسی عقل دیگه، میگن که موسی مظهر عقل در قرآن. موسی با خضر وقتی همراه میشه میبینه این خضر کارایی میکنه، یه طرف مثلا یه بچه رو میکشه، یه بچه بیگناه بیچاره سر میبره، میاد نمیدونم کشتی رو سوراخ میکنه. خب این کار خیلی غیر عاقلانه، کشتی که در حاله مثلا مال یه ده آدمای دیگه است. نمیدونم پامشیم رد تو یه دونه دهی که چیزه به قول معروف چیه، نه بهشون نون میدن، نه آب میدن، نه شغل میدن، نه دستمزد میدن. بعد این میره یه دیوار خرابر شروع میکنه، دیوار خرابر ساختن، کارهایی که کاملا با عقل مغایرت داره. بعد موسی اعتراض میکنه دیگه، آخر اعتراض میکنه، خضر میگه که ببین تو با معیارهای عقلی داری این حرفا رو، یعنی قیاس میکرد دیگه، قیاس عقلی میکرد موسی، میگه تو دیگه با من نمیتونی همراه بشی. و بعد براش توضیح میده که چرا من اون بچه رو کشتم، چرا اون دیوار رو درست کردم، چرا اون کشتی رو خراب کردم. یه پله بالاتر از موسی او میدید و بالاتر از موسی فکر میکرد. بشته یه چی میخوام بگم، همه اینا مولانا اشراف داره بر همه اینا وقتی این قصه ها رو میده. خب یه شما یه چایی آب چیزی نمیخواید بخورید؟ یه آب چیزی بخورید. منم یه خانم فریما، شما نباید همینطوری ساکت بشینید که برامون یه دونه شعری چیزی بخونید، ما هم یه آبی بخوریم و بعد دو مرتبه ادامه بدیم. بذار به این رومیا نشون بدم شما چقدر هنرمندید. فرمودین حضرت خضر. خضر به انگلیسی میدونین چی میشه؟ حضرت خضر اسمش چی میشه؟ خضر چرا؟ هیزر نمیدونم، نه یادم نیست، ولی هیزر به ذهنم میاد. هیزر من هم یک چیز کوچولوی 30 ثانیه‌ای داشتم خدمت. بگو اشکال نداره. هم در مورد این دستم بردم بالا اون گوشه، ببخشید من حواسم نبود، بفرمایید. عرض به خدمتتون که در مورد نفس و این چیزا که صحبت شد بسیار بسیار شیرینه، ولی جان کلام اینه که اصلا نفس چیه و مهمتر از اون چگونه باید نفس رو بشناسیم در وجودمون. و الله اگه نفس همجوری میگیم همون هم خیلی قشن میگیم، حالا من که 30 ثانیه‌ای میگم، یه ساعت هم میگن میریم فلا میریم، ولی اصلا نمیدونیم نفس چیه، کجا حمله کرد، چیکار کرد. این اگه بتونیم بیدیم اصلا نفس چیه و چگونه حمله میکنه و تشخیصش بیدیم، ریالیزیشن نفس خیلی مهمه. این اگه مثلا توش بحث کنیم در فرصت مناسب. بله بله، شما میدونید که برای این نفس مراتب مختلف قائلن بزرگان. یکی نفس اماره است، نفس لحامه است، نفس لوامه است، نفس مطمئنه است. اینا نفس ملهمه. بله ببخشید، نفس ملهمه. بله ممتحنه، نفس مطمئنه، ببخشید، مطمئنه و لوامه، مراحل بالای نفس دید. چون که ببینید ما در چیز مولانا نفس و روح رو فقط در مقابل هم قرار میده، در حالی که شما توی قرآن و منابع اسلامی نفس رو چند تا مرحله میده. یکی نفس اماره است، یعنی نفسی که امر میکنه به انسان و ما رو به کارهای زشت به اصطلاح وام میده. یکی نفس به اصطلاح لوامه است، یه مرحله بالاتره، نفسی که ما رو سرزنش میکنه، کار زشت میکنیم، احساس میکنیم، احساس گناه به اون دست میده، میگیم چقدر کار بدی کردیم، کاش این کار نمیکردیم. اینه بشکنه نفس لوامه، نفسی که سرزنش کننده است. یکی یه مرحله بالاترش نفس لحامه است، نفسی که الهام میکنه به انسان. دیدید آدم یه چیزایی به قلبش وارد میشه، میگه این کار درستی نیست،
دلیلم نمیتونه بیاره ها، ولی میگه ولی احساسم اینه که این کار کار درست نیست، نباید این کار کرد. این نفس لحام است. یه مرحله از نفس، نفس مطمئن است که دیگه این همون نفسی است که در قرآن هم بهش اشاره میشه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یا ایها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه برگرد به سوی خداوندت در حالی که تو از او راضی هستی و او هم از تو راضی است. اون دیگه نفس مطمئن است که دیگه اون به ایمان خالص میرسه. خیلی خب، خانم فریما میخواستم که ازشون خواهش کنم که برامون یه خود آواز بخونن. کجا رفتن؟ بفهمید، بفهمید که این دوستای رومی ما هم ببینن شما چقدر هنرمند. به به خیلی ببین چقدر هم زیبا، خیلی هم قشنگ. بله، عرض سلام مجدد دارم خدمت همه حاضرین در جلسه. بله. و عرض خسته نباشید خدمت آقای دکتر چایچی. من با اجازتون تصنیفی در آواز بیات ترک در دستگاه شور میخونم که شعرش هم از ادیب نیشابوری هست. همچو فرهاد و بود کوه و کنی پیش ما، کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ما، بحر یک جوره می منت ساقی نکشی، بحر یک جوره می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما دیده ما شیشه ما، اشک ما باده ما دیده ما شیشه ما، ماه من شاه من بیادمی ببرم، بیا ای تاج سرم دل به یار بی وفای خیشتن، دادم و دیدم سزای خیشتن، رخم فرهاد و من از یک تیشه بود، او به سر زد من به پای خیشتن، هر که ننشیند به جای خیشتن افتد و بیند حبیبم سزای خیشتن، افتد و بیند عزیزم سزای خیشتن. خیلی متشکرم. بسیار عالی. تشکر میکنم، مرسی. دستتون درد نکنه. رومیان رو خیلی تشویق کردن. خیلی لطف دارم. مرسی. متشکرم. خب، حالا ببینم که به به خانم پرنیای عزیز ما هم تشریف دارن. خیلی عرض سلام دارم خدمتشون. خانم پرنیای بزرگوار از شاعران بسیار خوب ما هستن. بفهمید خانم پرنیا واسه اون خودتون میوت کنید، آن میوت کنید. میوت. آها. بفرمایید یه شعر قشنگم برامون بخونید ما استفاده کنیم.
چشم. عرض کنم خدمت شما سلام و درود فراوان دارم و همچنین دوستان عزیز رومی و زومی. این بله این غزل که من میخونم به نام نجوای بلبله. نظر کن بر گل سرخی که در باغ و چمن پیداست. به لب خاموش و اما در نگاه او پر از غوغاست. سخنها در نگاهش بینی و بس رازها راز ناگفته. تو گویی شاعری شیرین سخن در محفل گلهاست. دل عاشق به راز دلبران پی برده می داند که در جانش چه حالی و چه شوری و چه ها برپاست. خطر بسیار می باشد به راه عشق ورزیدن، مگر عاشق کند این ره روی چون گرم و بی‌پرواست. به ساز دل توان زد زخمه جانسوز رنجوری که در هر گوشه اش شوری هزاران نغمه و آوازست. چو بلبل خواند او را زیر گوش غنچه و گلها که همچون پرنیا شعرش لطیف و ساده و گیراز. از خودم هم تعریف کرد. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. مرسی، مرسی. از شعرم هم تعریف کردم خودم. نه نه نه، شما تعریفی هستید. منتظر نشدم. نیاز نیست که شما خودتون تعریفی هستید. تشکر میکنم. خب، حالا از خانم شهرزاد عزیز خوش‌صدامون میخوام خواهش کنم که یه شعر قشنگم ایشون برامون بخونن. خانم شهرزاد، همیشه برای دوستان رومی بگم، ایشون شعرهای بسیار ناب و قشنگی رو دکلمه میکنن با صدای بسیار زیبا و گیرا. من خواهش میکنم که یه شعر قشنگم ایشون برامون بخونن استفاده بکنیم. بفرمایید خانم شهرزاد. سلام عرض میکنم. سلام سر. یکم بلندتر صحبت کنید که صداتون دوستان ما هم بشنوند. با یه کامپیوتر روی کمی بیشتر کنم. بله بله لطف کنید من بشنوم. فهمید؟ بله بله. صدا تا انتهاست. بله. حالی شد. حالا خیلی. بله. دو هفته پیش قبل از غیبت کبرام یک شعر گفتمانی براتون خوندم از حمید مصدق و جوابی که فروغ فرخزاد به حمید مصدق داد. امشب یک انتخابی از هوشنگ ابتهاج و دوباره پاسخی که فروغ فرخزاد به هوشنگ ابتهاج داده و بسیار شعر فروغ، البته هر دو شعر بسیار زیباست، ولی در شعر فروغ به رنگ‌ها در انتهای سروده دقت کنید که چقدر رنگ‌ها رو زیبا بازی کرده با رنگ‌ها. هوشنگ ابتهاج میگوید امشب به قصه دل من گوش میکنی، امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرو چو قصه فراموش میکنی. این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویمت ولی تو کجا گوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ما با که دست در آغوش میکنی. در ساغر تو چیست که با جرعه نخست هوشیار و مست را همه مدهوش میکنی. می جوش میزند به دل خم، بیا ببین یادی اگر ز خون سیاووش میکنی. گر نوش میکنی سخنی خوش بگویمت، بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی.
جام جهان ز خون دل عاشقان پر است، جام جهان ز خون دل عاشقان پر است، حرمت نگاه دار اگر مشت میکنی. سایه سایه چو شمع شعله در افکندی بجم، سین داستان که با لب خاموش میکنی. فروغ فرخزاد بابش رو این گونه میده. متشکرم. بسیار عالی بود. مرسی. دستتون درد. حالا اجازه بدید که جواب فروغ رو بخونم. بله بفرمایید. فروغ رو به شعر. چون این دوتا با هم خیلی همگونی داریم. مطلع اول رو از سایه گرفته. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. ردبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مقشوش میکنی. دست مرا که ساقه سبز نوازش است، با برگ های مرده هماغوش میکنی. گمراه تر از روح شرابی و دیده را در شعله می نشانی و متوش می کنی. ای ماهی طلایی مرداب خون من، ای ماهی طلایی مرداب خون من، خوش باد مستیت که فراموش می کنی. تو دره بنفش غروبی که روز را بر سینه می فشاری و خاموش می کنی. در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت، در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت، او را به سایه از چه سیه پوش میکنی. سپاس گزارم. بسیار عالی، بسیار عالی. دستتون درد نکنه. عالی بود، عالی بود. چقدر جالب با این کلمه سایه بازی کرده. در سایه ها عالی بود شهر جان. خیلی قشنگ. فروغ تو رنگ باخت میگه، خیلی بازی زیبایی با رنگ ها و نام. عالی بود. عالی. با اون کلمه سایه به خصوص که چون هوشنگ ابتهاج هم تخلصش سایه بود دیگه. دیگه من در سایه ها رنگ باختم. خیلی عالی بود. مرسی. خب دوستان دیگه که توی روم و زوم، حالا اگر نکته ای دارید نسبت به جونم ام جانم. آقای دکتر، من دوست عزیزم خانم آزاده هستن، دکلمه قشنگ میکنن، خواستم خواهش کنم ازشون اگه اجازه بده. حالا اینجا هستن؟ یه دکلمه. بله خانم آزاده. اسمشون نمیبینم. خانم آزاده کجا؟ بالا. نیکو صحبت کنید خانم آزاده. سلام حضور همتون. پنیا جان خیلی ممنونم لطف کردی، ولی اگه اجازه بدین من فعلا گوش بدم با کمال میل ان شاء الله دفعه بعد. ممنونتم عزیزم، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که حالا اگه چیزی آماده دارید بفرمایید خانم. قربون شما، اجازه بدین که من گوش بدم. مرسی، موفق باشید. متشکرم. خیلی خوشحالم من خدمتتون خوش آمد میگم. خوشحال هستم که در جمع ما تشریف دارید. متشکرم، خیلی ممنونم، قربون شما. دوستان خانم پرنیا دوستان عزیز بسیار عزیز ما هستن. تشکر میکنم، خیلی ممنون. حالا بقیه دوستان ما رومی و زومی، نکته ای هست، مطلبی هست اگه میخواید بگید بفرمایید، وگرنه بریم سراغ بقیه قصه که داشتیم میخونیم. ظاهرا اگر صحبتی ندارین وارد قصه بعدی میشیم و من با اجازتون یه اسکرین شیر میکنم و میام سراغ پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی میکرد یا سعی. میفرماید که یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رونه. سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد. هر که او بنها ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. آن جهود سگ ببین چه راه کرد،
پهلو آتش بوتی برپای کرد. کان که این بوت را سجود آرد برست، ور نیارد در دل آتش نشست. چون سزای این بوت نفس او نداد، از بوت نفسش بوت دیگر بزاد. مادر بوت ها بوت نفس شماست، آن که اون بوت ما رو این بوت اژدهاست. ببینید خیلی قصه قشنگیه. میگه که یه پادشاه جهود دیگه ای بعد از اون ماجراهای اون پادشاه اول، این حالا به حکمرانی رسید، این حالا پادشاه شد. این سنت زشت همون پادشاه قبلی رو چیکار کرد؟ دنبال کرد. به همین دلیل مولانا میگه که کسانی که در جهان سنت های زشت و غلط رو پایه‌گذاری میکنند شریک هستند در همه بدی هایی که بعد از آنها این اتفاق میفته و اون مسیر غلطی رو که بنیان گذاری کردن. بعد میگه که این آقا بعد یه کار دیگه ای کرد. کارش این بود که همه مسیحی‌ها رو جمع کرد، حالا اونایی که تتمش باقی دیده بودن از قبلی ها، اومد یک خندقی از آتش بزرگ ایجاد کرد، اوردشون کنار این خندق، یه بت هم گذاشت کنارو. برگشت گفتش که هر کدوم از شماها، من شماها رو که به صلاح مؤمن و خداپرست نمیدونم، شما اگر عیسوی نیست، ببخشید، اگر موسوی نیستید کافرید، یا موسوی هستید یا کافرید. حالا خوشبختانه اون موقع مسلمان ها نبودن و ایران گفتن که مسلمان ها بدتر هستن. گفتش که یا شما موسوی هستید یا کافر هستید، از این دو حال خارج نیست. پس بربرین اگر کافرید بت پرستید، شما میرید جلوی این صلیب مسیح وای میسید عبادت میکنی، یعنی بت پرستید. دیدید که اینا خدا یه مجسمه هم میذارن به نوعی، حالا مثل بت هم هست، ولی حالا این بیچاره اونو که سجده نمیکنن، اون قلبشون با جای دیگه است. ولی این آقا اینو نمیبینه که این فقط با اون مجسمه هست. میگه بعد شما بت پرستید، یالا یه بت درست کرد گذاشت اونجا، گفت یا به این بت سجده میکنید یا میندازمتون تو آتش، یعنی میپذیرید که کافرید و بت سجده میکنید. نه دیگه، بت مسیح نبود، مجسمه مسیح نبود، یه بت مثلا بتای قدیمی، این سجده میکنید یا میندازمتون تو آتش. بعد مولانا میگه که این آقا ظاهرش این بود که یه بتی اونجا ساخت، در واقع اون بت نبود، این بت نفس خودش بود که میگفت یعنی باید یا اون چه که من میگویم را بپذیرید یا ببخشید. چه خبر شد؟ میگه که یا باید که اون چه را که من میگویم را بپذیرید بشید موسوی، یا اینکه تو آتیشید دیگه. منظورش این بود در واقع عمل. بعد مولانا میگه که مادر بت ها بوت نفس شماست، زان که آن بوت ما رو این بوت اژدهاست. دیگه اون بوت بیرونی مثل یه مار میمونه، اما بوت نفس شما اژدهاست، خیلی بزرگتر از اون بوت بیرونیه. در واقع این میگفتش که باید بوت اژدهای نفس من رو عبادت کنید، ظاهرا میگفت اون بوتو برید رو سجده کنید. خب خیلی قشنگی. یک زنی با طفل آورد آن جهود، پیش آن بت با آتش اندر شعله بود. طفل از او بستد در آتش در فکند، زن بترسید و دل از ایمان بکند. خواست تا او سجده آرد پیش بت، بانگ زد آن طفل انی لم اموت. اندر آ ای مادر اینجا من خوشم، گرچه در صورت میانه آتشم. مرگ می دیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. چون بزادم رستم از زندان تن، در جهان خوش هوای خوب رنگ. اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندر او عیسی دمی. قدرت آن سگ بدیدی اندر آ، تا ببینی قدرت و لطف خدا. ببینید داره اومده یه بچه، یه مادر با بچهش تو بغلشه، بچه رو از دست مادره گرفته پر کرده داخل آتش. ما چه حالی به اون مادر بیچاره دست میده که بچهش اینجوری میشه. میگه خب
حالا سجده میکنی یا نه تو را میندازم تو آتش. این ترسید، مادر ترسید که شک کرد که سجده بکنم یا نه. در همون لحظه که شک کرد، بچه از داخل آتش صداش زد، گفت مادر نترس، فکر میکنی که من افتادم جو مردم؟ من نمردم، من زندم، تو هم بیا تو آتش، هیچ چیز نمیشه، دقت کنی. بعد میگه که مرگ میگیرم. حالا مولانا این که خب قصه هست، این که با عقل جور در نمیاد، یارو بنزین تو آتش میسوزه دیگه. مولانا میگه که داستان جالینوس رو میگه، بعدا بهش میرسیم، خیلی جالبه. میگه ماها مرگ رو پایان زندگی میبینیم، در حالی که مرگ پایان زندگی نیست، آغاز زندگی نوین است. اصلا عرفا اینجوری میبینن، مرگ رو اینجوری میبینن، میگن مرگ آغاز. بس مثلا به همین دلیلم اونجا که میگه تو مثلا اتفاقات جهان رو و اعمال خداوند رو قیاس به نفس میکنی و اشتباه میکنی، ما فکر میکنیم که یکی مرد تمام شد، تمام شد، در حالی که برای خداوند اصلا مرگ معنی نداره. دقت کردی چه عرض میکنم؟ برای خداوند مرگ به عنوان که یه نفر از بین میره معنی نداره. یعنی یه لحظه، در همین لحظه که یه نفر میمیره، در همین لحظه در حضور خداوند زنده است، در یک فاز دیگری، در یک بعد دیگری او زنده است، به زندگی جاودان در نزد خداونده. و همین دلیل هستش که خداوند اصلا دلش نمیسوزه، دلش واسه کسی نمیسوزه که بمیره. من میگه مادر بچهش میمیره، پسر باباش خدای نکرد، این اتفاقات میفته دیگه، چیز روتین روزمره است که در جهان هر لحظه عده‌ای دارن میمیرن، یه عده‌ای دارن متولد میشن. اصلا خداوند در بعد زمان و مکان قرار نمیگیرد. شما در قرآن، چند جای قرآن خداوند به استراحت میگه که قیامت برپا شد، قیامتی که هنوز نیامده، میگه برپا شد. و بعد تازه صحنه قیامت هم توضیح میده، میگه که ببین اینا دارن به اینا میگن که شماها ما رو منحرف کردید، خدا ان شاءالله عذابتون رو زیاد کنه. اونا میگن که نه، به ما چه مربوطه، ما فقط شما رو دعوت کردیم، شما دنبال ما راه افتادید، ما شما رو زور نکرده بودیم. بعد اونا باز خود اونا که لیدرن میگن که اصلا همش تقصیر این شیطونه. مثل که شیطون همجا بایستده. همین صحنه اصلا زمان حاله، زمان مزاره در قرآن به کار برده میشه، نه زمان آینده. خواهند گفت، اینجوری نیست، میگه داره میگه، شیطون میگه که به من چه مربوطه، من فقط شما رو دعوت کردم، خودتون دنبال من را افتیم، خیلی هم بودن دنبال من نیامدن. خب اونا جزو مثلا حالا بهشتی ها هستن، شما ها جهنم نیستن، ما با هم دیگه دست جهنم بیزنبن میریم تو جهنم. یعنی حالا این کلمه نیست، اما این از خودم دارم. منظور میخوام بگم که پس خداوند در زمان و مکان اساسا نمیگنجه، ما در زمان و مکان میگنجیم و یکی از بین ما بریم که این رفت تموم شد، در حالی که مثلا خداوند تمام شدنی در کار است. یه نکته. نکته بعد این که اتفاقا جهان بعد جهانی است بسیار گسترده تر، زیباتر، فراختر و باولنده تر از جهانی که ما توش هستیم. درست در قیاس این جهان با جهانی که کودک در روز زندگی میکنه قبل از به دنیا آمدن. ببین اینجا میگه که مرگ میدیدم گه هزادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. جنین داره میگه، اون بچه شیرخواره داره به مادرش میگه، میگه ببین من تو رحم تو که بودم فکر میکنم دنیا همینه، یه محیط بسته تاریک که توش خون میخوره، همینه دیگه، غیر از اینه میگه، شما همه تو میدونید، فکر میکنم دنیا اینه. بعد میگفت آقا تو میخوای به یه دنیای دیگه بری؟ من میترسیدم، گریه میکردم. دیدی بچه به دنیا میاد گریه میکنه، میگن مثلا میترسه، فکر میکنه از تو بدن مادرش که داره میاد بیرون میمیره دیگه، از بین میره. بعد تازه میاد میگه آه این دنیا به چه فراخی، اصلا قابل مقایسه با اونجا نیست. تازه تقضیه هم که در رحم مادر میکرد از این دنیا بوده، درست میگم یا نه؟ مادره داره شیر میخوره، نون میخوره، آب میخوره، گوشت میخوره، فلان میخوره که بعد میتونه بچه رو تغذیه کنه در رحم خودش دیگه. غذاش هم تازه از این دنیا بوده، نه از اون دنیا. بعد مولانا میگه که جهان آخرت و جهان پس از این مرگ به همون زیبایی و فراخیست
نسبت این دنیا نسبت به رحم مادر که یک فضای بسیار کوچک و محدودی هستش. و هم داری از مرگ هرگز نمیترسه. این کارلوس کاستانیدا، اون عارف معروف آمریکایی، تازگی ها مرحبش در 15 سال پیش فوت کرده شد، یعنی ناپدید شد. واقعیتش اینه که ناپدید شد، نمیدونم مرد یا نه، رفت و دیگه رفت که رفت و ناپدید شد. این کارلوس کاستانیدا وقتی که از استاد خودش دون خوان سوال میکنه که میگه تو مرگ رو چگونه میبینی، لیدرش به سلام منتورش که یه سرخپوست مال مکزیکه، میگه مرگ من در حضور من در فاصله یک قدمی من در سمت راست من هر لحظه در حال حرکته، من با او رفیقم، با هم صحبت میکنیم و خیلی هم با هم روابط خوبی. گرفتی چی میخوام بگم؟ ببین این یه عارف سرخپوست شمن فلان بیساره توی دهاتای مکزیک داره زندگی میکنه، تو کوهستانهای مکزیک داره زندگی میکنه، این دیدگاه نسبت به مرد داره. مولانا هم همینه، این همین داستان رو میگه که میگه که مرگ مانند در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارت هم کرد که رو سوی ما کن، گر اژدهاست بردر عشق است چون زمرد، از برق آن زمرد هین دفع اژدها. دقت کردید؟ میگه که مرگ رو یه مثلا یه اژدهایی اونجا وایستده که ما رو میترسونه از من، پیر به من میگه بیا، ولی یه اژدها اونجا وایستده، میگه ولی اون اژدهایی که اونجا وایستده یه زمرد بگی دستت، اون زمرد عشقه، با این زمرد بهش نشون میده اون اژدها فرار میکنه میره و وقت تو میتونی به راحتی بری و از مرگ هرگز نمیترسی. بعدی در مولانا خیلی ریلکس، اون روزی که داشت میمرد خیلی ریلکس بود، قشنگ خوابیده بود، هیچ نمیترسی، نه مثلا اصطلاح به قول معروف کسی لازم داشت که بیاد مثلا چه بودن بهش آرامش بده فلان، خیلی ریلکس اگرش گفت، اگرش به پسر گفت، گفت رو سر به نه به باد تنها مرا رحم کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. حالا دیگه ادامه شعر باشه بسید بعد بسیدتون بخون، میخوام بگم که اینطوری. خب پس میگه اندر آی ما در اینجا من خوشم گرچه در صورت میان آتشم، میگه من خیلی خوشحالم، فکر میکنی داخل آتشم، مرگ میدیدم که هزادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو، چون بزادم رستم از زندان تن، یعنی چی؟ از اون رحم، در جهان خوش هوای خوب رنگ، و هم توی این دنیا نگاه کن این کالیفرنیا، ببین چه آب و هوایی، چه جنگلهایی، چه آبی، چه میدونم درهای زیبایی، برو کونوردی کن، کیف میکنی روزای یک شنبه، ببین چه جای قشنگ هست. بعد دیگه اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندرو عیسی دمی، میگه من توی این آتش دارم چی میبینم؟ عیسی میبینم که زندگی بخش است، عیسی دم، کسی که نفس زندگی بخش دارد. قدرت آن سگ بدیدی اندرا تا ببینی قدرت و لطف خدا، میگه قدرت اون سگر دیدی، ازش اون پادشاه جهوده اون دیدی، بیا تا قدرت خدا رو ببینی. اون داستان سرد شدن بعد گلستان شدن آتش برکی بر حضرت ابراهیم، داستان گلستان شدن آتش بر چه میدونم سیاوش در شاهنامه که اصلا هیچ آثاری آتش رو باقی نمیذاره. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه، خلق خود را بعد از آن بیخیشتن میفکردن اندر آتش مرد زن. بعد از این صحنه که مادرم پرید توی آتش، تمام این مسیحی‌ها در مقابل اون پادشاه جهود و اون نگهبانان مسلحی که وایساده بودن که اینا رو قتل عام مثلا بکنن اگر نرن، خودشون گروه گروه میپریدن داخل آتش و هیچ اتفاقی برشون نمی. بعد میگه که خیلی جالبه، آن یهودی شد سیه روب و خجل، شد پشیمان زی سبب بیمار دل، کندر ایمان خلق عاشق عاشقتر شدن، در فنای جست صادقتر شدن، رو به آتش کرشن که تند خوب
آن جهان سوز طبیعی خود کو چشمبند است این عجب یا هوشبند چون نسوزاند چنین شعله بلند. ببینید این پادشاه تعجب میکنه که این ملت دارن میریزن تو این خندق آتش، هیچ اتفاقی هم براشون داره نمیفته، چجوری آخه؟ و برمیگره به آتش میگه که تو چرا نمیسوزونی پس؟ این چه اتفاقی؟ سحر شده؟ جادو شده؟ چه خبره؟ گفت آتش من همانم ای شمن، اندر آ تا تو ببینی تاب من. برمیگره آتش بهش میگه که ببین بنده همون آتشم، میخوای بفهمی که آتشم؟ بی زحمت تشریف برید این تو تا بفهمید یعنی چی؟ من میسوزونم. خب طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. ببینی باد و خاک و آتش و باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. باد آتش می شود از امر حق، هر دو سرمست آمدند از خمر حق. آب حلم و آتش خشم ایست پسر، هم زهب بینی چو بکشایی بسر. همچنین باد عجل با عارفان، نرم خوش همچون نسیم یوسفان. ببینید چقدر زیباست. دیگه ببین من آتیشم، من حکمم اینه که بسوزونم، اما من در امر خداوند هستم. اگه او بگه بسوزون میسوزونم، و اگه بگه نسوزون من نمیسوزونم. فقط کردیم. بعد میگه این چهار تا عنصر حیات که از قدیم ایمان داشتن که باد و آب و خاک و آتش، میگه اینا همه بندگان خداوند هستن، یعنی به امر خداوند هستن. با من و تو مرده هستن ولی با حق زندن. با من و تو حرف نمیزن. میگه جمله اجزاء زمین و آسمان با شما گویند روزان و شبان. ما بصیریم و سمیعیم و هوشیم، با شما نامحرمان باشیم. ما هم میبینیم هم میشنویم هم هوشیاریم، ولی با شماها ارتباط برقرار میکنیم. سعدی میگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امید. میگه حتی سنگم حرف میزنه، اگر گوش شنوای سخن سنگ رو داشته باشی سنگم باید. بعد میگه آب حلم و آتش خشم بسر، هم زهق بینی چو بکشایی بسر. میگه اگه چشمات باز بشه و ببینی آب حلم، حلم یعنی مدارا، و آتش خشم، این بالاخره این آتش دیگه، منتها آتشیست که شعله نداره ولی در درون شعله داره. میگه اینها هم از سوی خداوند. بعد میگه آتش ابراهیم را اینه، همچنین باد عجل با عارفان، نرم خوش چون همچون نسیم یوسفان. دیگه باد عجل هم میبزه، خیلی از باد عجل میترسن چون قلبشون به سر ترسناکه، ولی برای عارفان باد عجل نه تنها ترسناکه بلکه بسیار خوشه. برای چی؟ به خاطر همین هم هسته که حضرت علی علیه السلام رو وقتی توی به سر کوفه با شمشیر میزنن چی میگه؟ نمیگه وای مردم، وای زندگی من بمیرم، وای حالا بچه هم چی میشن، وای شطور هم چی میشه، وای ثروت هم چی میشه. میگه فست و برب بلکعبه، میگه به خدای کعبه که رستگار شدم، آزاد شدم. ببین اون یه عارفه، میگه فست و برب بلکعبه، به خدای کعبه که آزاد شد. یعنی چی؟ یعنی به یک رهایی رسیدم، هیچ قصه نمیخوره که از این دنیا داره، اصلا قصه نمیخوره. میگن امام حسین هم وقتی که هرچه نزدیک میشد به اون لحظه مردنش و کشته شدنش، میگن روش برافروخته بود و شادتر بود، خوشحالتر به نظر میومد و بشاشتر میشد چهرش. همچنین باد عجل به عارفان، نرم خوش همچون نسیم یوسفان. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. ز آتش شهبت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. ببین چطور اون آتش رو به یه آتش دیگه‌ای وصل میکنه، چقدر هنرمندانه این کار انجام میده. میگه که آتش ابراهیم رو دندان نزد، یعنی آتش نگزید، نه ابراهیم رو گزید نه سیاوش رو، هر دوشون انسان‌های پاکی بودن. بعد میگه که فکر نکنید که این آتش همون آتش بیرونه، این آتش درونه،
آتش شهوته، آتش هرسه، آتش بی ایمانیه، آتش وابستگی به زخارف دنیاست. اینا هستن که ابراهیم رو نمی‌سوزونن. همون گونه که آتش شهوت یوسف رو نسوزوند در پرتو ایمانی که داشت. اون دختره خودش رو صد جور آرایش هم کرده بود، لباسای حالا آنچنانی هم مثلا تنش کرده بود، همه جور هم آینه گذاشته بود که این به هر طرف که نگاه کنه تصویرش رو ببینه، نتونه سرش رو به زمین و آسمون بکنه. ولی علارغم همه این تمهیدات، یوسف چی میشه؟ در آتش شهوت نمیسوزه، پرستگار میشه. توجه کردید؟ میگه ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. اونایی که اهل ایمان هستن، دین هستن، در آتش شهوت هرگز نخواهند سوزد، ولی بقیه چی میشن؟ میسوزن تا قعر زمین هم فرو میرن. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. اینو دید که اینا میرن تو آتش من نمیسوزن، اما مسخره کرد، گفت بابا این جنگولک بازیه، اینا سحر و جادو میکنن، ما رو تلسممون کردن، نمیسوزه یعنی چی؟ آتش آتشه یا یعنی. کدومه؟ اینا رو گفت. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار ای سگ قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برف بود، حلقه گشت و آن جاودان را بسوخت. اصل ایشان بود آتش زبتدا، سوی اصل خیش رفتن انتها. ببینی به وقتی که به این مرحله رسید و اینا گفتن که این دروغه و کلکه و به صلاح فلانه، این آتش زبانه کشید و اون پادشاه جود و همه اون به صلاح یاران و بند و بساتش رو چکا کرد، در خودش سوزوند و نابود کرد و بود. بعد مولانا میگه میدونی چرا؟ چون هر کسی دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. میگه اونا جنسشون آتش بود، با آتش هم پیوست، اما جنس ابراهیم، جنس سیاوش، جنس این مسیحیان مؤمن از آتش نبود و خداوند اینها رو به باغ و گلستان خودش وصل کرد، این آتش نسوزونده شد. همزه آتش زاده بودن آن فریق، جوزها را اصول کل باشد طریق. مادر فرزند جویان وی است، اصلها مرفرها را در پی است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد ببین. توجه کردی؟ یه هر کسی کدورمان از اصل خیش بازجوی روزگار من، جزء به سوی کل خودش میره. خیلی جالبه. یه جا حالا این شعری که این دختر من گفتش که لیلی و فلان رو نخوندی، حالا اینجا میخوام براش بخونم واسه بخون. یه چیز جالبه میگه که چیز یه مطلبی میخواستم از ذهنم پرید. برحال میگه که هر کسی کدور من از اصلش باز روی روزگار بستش. اونهایی که از جنس آتش هم به سوی آتش میرن، اونهایی که از جنس گل و گلستان هم به سوی گل و گلستان میرن، اونهایی که از جنس عشق هم به سوی عشق میرن. به همین دلیل هم هستش که شما میبینید که فرق مختلف در این جهان هست وجود داره و هر کسی به دنبال یه انگیزه، به دنبال اون خواسته های نفسانی خودشون مردم میرن که به اون به صلاح خواسته های خودشون گروه بشن و به اون اسبن میرن. اینو پسن بگم ولی یادم بود. یه جا مولانا میگه که مبتنی بر این که هر کسی به سوی اصل خودش میره، میگه انسان از مجموعه آب و باد و خاک و آتش به وجود آمده است. همین نکاتی که قبل از این تو اینجا خوندیم دیگه. میگه که نفس انسان باده، گرمای بدن انسان از آتشه، رطوبت موجود در بدن انسان از آبهای زمینه، آب و باد، و باد هم اون باد همون نفسه، روح انسانیه. این چهار تا عنصر. میگه خداوند این چهار تا عنصر رو در کنار هم قرار در قالب یک کسی به اسم انسان. وقتی که این عوامل همه میخوان برگردن به منشأ خودشون دیگه، این چهار تا هر کدوم میخواد بره برگرده به منشأ خودش، سه تا از اینها خیلی نزدیکه روی زمینه، یعنی آبهای جهان آب بدن انسان رو صدا میکنه، میگه بیا برگرد پیش من. حرارت، گرمای خورشید، این رو بره به سوی خودش میخواد.
نمیدونم رطوبت این بعد روح انسان همون نفس باد میگه این روح انسان از عالم زمینی نیست، از عالم الویست. به همین دلیل میگه که گفت ای یاران پست فرشیم، قربت من سخت‌تر، من عرشیم. دقت کردی؟ این عنصر روح برمیگرده به یاران دیگه خودش، رطوبت و آب و آتش و چوچی و فلان. میگه که شماها قریب هستید در این کاسه بدن انسان، ولی زود برمیگردید چون منشأ تو همین نزدیکی هاست. من از شماها خیلی چیزترم، برام سختره چون که من از راه دوری اومدم و من بیشتر دلتنگم برای رسیدن به او. به همین دلیل مولانا میگه این جهان زندان و ما زندان، و فرکن زندان خود را وارم. میگه این دنیا برای ما کوچکه، اینجا یک زندان پست و کوچکه، درست مثل اون جنینی که توی رحم خوشحاله. این جسم ما تو این دنیا خوشحاله، فکر میکنه خیلی بزرگه، در حالی که روح ما به جهان الوی تعلق داره. و به همین دلیل میگه که ما باید از این دنیا چیکار کنیم؟ رهایی پیدا کنیم. بعد اینم از این. اما میایم سر داستان دیدن لیلی، خلیفه لیلی را، به اشاره لیلی به او که اگر از چشم مجنون مرا ببینی دیگرگونه قضاوت کنی. خیلی جالب داستان لیلی و مجنون دیگه میدونید که معروف. خبر به سلام مجنون شدن مجنون به خاطر عشق لیلی برای جناب پادشاه وقت رسیده بود. این پیش خودش گفتش که خب این یه دهی زیاده کنیزهای مختلف داشت، از چینی و رومی و تاجیک و فارس و عرب و چه میدونم از این صحبت ها، ترک و فلان، همه شون هم زیبا بودن. این برگشت گفتش که چطور ممکنه یه دختری مثلا اینقدر زیبا باشه که یه آدمی دیوونه بشه به خاطر عشقش؟ اونم با اون داستانهایی که مجنون دیگه میدونید که زده بود به کوه و دشت و بیابون. زمینم بهتون بگم مجنون هم یه آدم شرطی پرتی نبوده ها، فکر کنید مثلا یه آدم بی سر و پایی بوده، حالا به یه دختری خودش پسر یک رئیس قبیلهی بوده از قبایل بزرگ عرب، یعنی یه آدمی بوده که کوالیتی داشته به قول معروف، یه خانواده بسیار معتبری بودن. فکر نکنه آدم همینطوری گدا گشنه‌ای بوده حالا یه دختری خوشش اومده. ایشون زده همه چیز زیر پا گذاشته دیگه. این پادشاه با اون معیارهای مادی که طبیعتاً بر مبتنی، میگه برید این رو بردید بیارید من ببینمش که این لیلی چی کاره است، چه شکلیه که تونسته یه کسی رو مجنون خودش بکنه به این کیفیت. میرن و سرکار خانم لیلی رو پیدا میکنن و بعدم بیارنش خدمت پادشاه. پادشاه هم یه نگاهی که بهش میکنه ببینه ای بابا یه دختر خیلی معمولیه، همچون حالا ببخشید با کلام ما همچون خیلی چیز هیجان انگیزی هم نیست، خیلی دختر معمولی سیاه‌چرده، یه دختر سیاه‌چرده حالا جوون لاغرندامی هم بوده لیلی، بعد دختر عرب بوده دیگه. بعد با تعجب میکنه میگه که گفت لیلی را خریفه کین تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی، قوی یعنی سرگشته، با قین یعنی سرگشته. گفت لیلی را خریفه کین تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، با خودی تو لیک مجنون بی خود است، در حریم عشق هوشیاری بد است، هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر، چون حق بیدار نبت جان ما، هست بیداریش و دربندان ما. چقدر این در یه قالب داستان به این کوچولوی ظریفی ببین چه مفاهیم عمیقی رو به سراغ مولانا میگه. میگه برگشته میگه تو بس تو که همچه چیز هیجان انگیز نیستی، چطوره اون دیوونه تو شده؟ میگه تو خاموش باش، دهنت ببند، تو با معیارهای مادی زمینی داری منو میبینی، مقایسه میکنی منو، میگه قدش اون یکی بلندتره، نمیدونم بدنش اون یکی پرتره، نمیدونم چشماش اون یکی بزرگتره، لباش اینجوری داری مقیاس میکنی، مقیاس مادی میکنی،
در حالی که مجنون اصلا منو اینجوری نمیبینه، اون ماهیت منو داره میبینه، اون زیبایی روح منو داره درک میکنه، با چشم سر منو نگاه نمیکنه، با چشم قلب داره منو نگاه میکنه. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم دراش. اون میشه همون داستان کنیزه، عشقهای کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بعد حالا جنبندی که میکنه میگه هر که بیدار است او در خواب تر. اونایی که خیال میکنن خیلی هوشمندن، چون میگه که در حریم عشق هوشیاری بد است. میبینید میگه در وادی عشق نباید تو هوشیار باشی، باید بیهوش باشی، باید عاشقانه دوست داشته باشی، نه آگاهانه و عاقلانه، چون عاقلانه ضریب میگی، میگه این انقدر اون انقدر، این اینجوری اون اونجوری، این بهتره اون بهتره. میدونی چی میخوام بگم؟ عاقلانه اینه دیگه. ولی این میگه هر که بیدار است او در خواب، اونی که فکر میکنه خیلی هوشیاره در واقع بیشتر در خوابه، کمتر میبینه و میفهمه. هست بیداریش از خوابش بتر، چون به حق بیدار نبود جان ما. اونهایی که عاشقن قلبشون بیداره نه چشمشون بیداره. چون به حق نبود چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. بیداریش در واقع او رو بیشتر محصور کرده و کمتر میبینه. بعد میگه که اینجا یه مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ بر. ببینید راجع به غیب داره صحبت میکنه، دقت کنید. میگه مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. اونهایی که به آنچه که زمینی است نگاه می کنند، مانند آن است که شکار می کنند پرنده ای را که در آسمان است اما روی زمین دنبال سایش دارند. تیرهای عمر خودشون رو یکی پس از دیگری به سوی این سایه پرتاب می کنند برای شکار این سایه، تا یه روزی میشه که میبینه ای وا، تیرهای سالهای عمرشون همه رفت، هیچ شکاری هم به دستشون نرسیده. بیخبر کن عکس آن مرغ هواست، بیخبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جست و جو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکاری سایه تفت. این به سرعت دنبال این سایه میدوید در تمام عمرش، تمام تیرهای عمرش هم گذاشت و پرتاب کرد. سایه یزدان که باشد دایعش وارهاند از خیال و سایهش. میگه وقتی که سایه یزدان به اصطلاح دایعش شد، یعنی عنایت الهی، سایه عنایت الهی بر سرش افتاد، از خیال و سایه برمیگرده به آسمان نگاه میکنه و اون مرغ حقیقی رو در آسمان میبینه. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. حالا سایه یزدان کیه؟ یه سایه نیست که از بالا رو سر ما بیفته، بنده خدا سایه اوست. یعنی چی؟ یعنی عرفا، بزرگان، عالمان، اونهایی که چشم حقیقت بین دارن. بعد شما در پرتو او، مثل همین مولانای ما الان در پرتو سایه مولانا نشستیم، داریم این حرفا رو میشنویم و گوش میکنیم، چشم ما رو داره به یک جهان دیگری چی باز میکنه و روشن میکنه. میگه به بالا نگاه کنید، به این سایه ها نگاه کنید. خب بعد حالا دیگه من یه توضیح کوچولویی هم نوشتم اینجا، اینم بخونم رد شیم. میگه که در این دو بیت مولانا به دو نوع بیداری و خواب اشاره میکنه، که یکی بیدار به دنیا که همه توجهش به دنیا و زندگی مادی است، که این نوع بیداری از نظر مولانا از خواب هم بدتر است و چون سراسر غفلت از واقعیت هستی است. چنین کسی در واقع بیدار به دنیا و خفته از حق است. نوع دیگر بیداری، بیداری به حق و خفته از دنیا می باشد که بیداری واقعی است و چنین کسی دارای معرفت و آگاهی است. خب اینجا هم یه مثل دیگه میگه مرغ کنایه از وجود دائم به حقیقی است.
و آنچه شخص بیدار به دنیا و خفته از حق در این جهان به دنبال آن است، در واقع سایه آن مرغ است، نه خدا. اصولاً دنیای حسی و مادی در مقابل وجود عالم غیب نزد مولانا سایه بیش نیست که فرد دنیا دوست به آن دل خوش می کند و حالش مانند حال ابلهی می ماند که چون از وجود مرغی که در بالای سرش در پرواز است آگاه نیست، در جستجوی سایه شکار سایه شتابان می رود و عمر خود را ضایع می کند. تصویری که مولانا در این ابیات ارائه می کند بی‌شباهت به تمثیل معروف سایه و غار افلاطون در کتاب جمهوری نیست. می دونید که افلاطون میگه جهان هستی یک واقعیتی دارد که ما نمی بینیم و ما مانند آن است که در یک غاری نشستیم، نوری از بیرون به داخل غار میتابد. حقایقی در بیرون غار وجود دارند که نور که به اون میتابه سایه‌اش رو ما در داخل غار روی دیوار غار میبینیم و این جهان هستی به جز سایه ای از حقیقت واقعی که در جهان به صراحت عالی است نیست. به هر حال من امیدوار هستم که حالا اینم من از جایی آورده بودم براتون که این به صراحت تفسیرم بشه، امیدوارم که ما هممون چشم و بصیرتمون روشن بشه و حقایق جهان و هستی رو آنگونه که هست ببینیم و اسیر سایه ها در زندگیمون نشیم. خیلی ممنونم که توجه داشتید به صحبت های من، خیلی متشکرم. خداوند رو شاکر هستم که این توفیق رو به من داد که در خدمت دوستان فرهیخته‌ای مثل شما باشم و این معارف رو با هم دیگه به اصطلاح دنبال کنم. آقای دکتر یه فکرم بکنم. نکته اگه اجازه بدید من 30 ثانیه‌ای بگم. بفهمه قبل از شما یه کسی یه خانومی صحبت کن درست نفهم. من هم میخواستم یه بیت بخونم. آره آره دختر قشنگی. تو بذار آخر بخون. باش. اسمش هم یادم بید. چون چه اسم قشنگی داره. اسمش هست بهار دلارا. چقدر اسمش قشنگی. میبینی؟ بهار دلارا. خیلی قشنگ. آفرین بهار. حرفای قشنگی هم میزنه. حالا بذار بخونه شد. کیومرث بگو عزیزم. من فقط این عرض کنم که بیداری به حق و بیداری به دنیا اینا اونجا الان در اون تفسیر نوشته بود که بیداری به حق خفتگی به دنیا داره. میتونه کس بیدار به حق باشه به دنیا هم خفته نباشه، به دنیا هم آگاهی داره، ولی اگه فقط به دنیا خفته باشه به قول من بیدار باشه به حق خفته. این بیداری این خفتگی به دنیا منظورش این نیست که دنیا رو درک نمی کنیم، میخواد بگه که یعنی به دنیا تعلقی نداره، منظورش اینه، یعنی چشم بر دنیا بسته است، نه اینکه به اصطلاح به قول معروف چیز باشه، یعنی ارزش واسش نبی آفنی، یعنی ارزشی برای دنیا قائل میشه، منظورش اینه. من نمتونستم حرفامو برسونم که مرسی. مرسی، خیلی ممنون، قربونتون برم، متشکرم. بگو بهار دخترم بگو. در ارتباط همین چیزی که کیومرث گفت من یه بیتی از مولانا یادم اومد که میگه که در واقع حالا باز اون نمیگه که ارزش نداره، میگه دنیا رو به شکل بازی میبینه، اون چیز دیگه‌ای که جدیه رو بله اون مهمه. میگه که کرد در آخر زمان یار سبب سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. یعنی این مسئله باطن و ظاهر خیلی فرق میذاره. من فکر میکنم خیلی این داستانان به همین مسئله ظاهر و باطن بله. تشخیص بین این دوتا اشاره داره و همین که ما تو این دنیا زندگی کنیم ولی اتفاقات این دنیا رو ما به شکل بازی ببینیم، مثلا اگه اتفاقی میفته رنجیده نشیم، خیلی خشمگین سعی کنیم نشیم، خیلی همه چی رو بازی بگیریم و همه چی رو از جانب خدا ببینیم. این یه نوع نگاه دیگه است. الان من یه بیتی که میخوام بخوام دقیقا همینو میگه. این تو همین قسمت یه بیت بسیار زیباست، میگه که خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. کسی که در واقع اون عارفان، حالا ما هممون میتونیم، یعنی ما هممون میتونیم عارف باشیم، همه کسایی که رو خودشون کار میکنن، کسایی که رو تزکیه نفس کار میکنن، در واقع با همون تسلیم و توکل و رضا از احوال دنیا خفته میشن و
مثل قلم در پنجه خداوند قرار میگیرن، چون قلم در پنجه تقلیب رب، تقلیب رب یعنی که یعنی خدا با شما، مثل شما مثل یه خودکاری میشی، مثل یه قلمی که خدا باهات مینویسه. بله. این زمانیه که شما از اون نفس اماره بتونی یه مقداری اینو در بند کرده باشی، از این نفس عبور کرده باشی، که این ارتباط رو مدام داشته باشی، مدام این ارتباط رو داشته باشی با عالم ملکوت، با خداوند. وقتی که ما در بند همون خشم و شهوت و اینایم، همونا بیشتر اتفاقا یکی از این قسمت‌هایی که خوندیم توی نمیدونم بخش کدوم بخش بود، خیلی قشنگ بود اون، کاشون بهترم من الان پیدا میکنم براتون میخوندم، ولی خیلی قشنگ که نفس اماره رو مثال میزنه، مثل این کسی که مثل یه چیزی که مثلا شما هی میخواین یه سنگی رو با سنگ چخمق جرقه بزنید، یه شعله رو روشن کنی، او هی میاد فوت میکنه، هی فوت، شما هی مثلا یه عمل خیر میکنی، یه مثلا اینکه یه جرقه خورد که این جرقه باید تو دل ما بخوره دیگه، یعنی این شعله در دل من روشن بشه، اون هی میاد، اون نفس اماره میاد هی فوت میکنه، هی فوت میکنه، اینا خاموش میشه. خلاصه کار ما اینه که ببینیم که چه چیزایی اون فوت کردن است و چه جوری این شعله رو ما محافظت کنیم که بتونه اون شعله در ما بگیره، اون شعله عشق رب، اون شعله عشق در ما نهادینه بشه. بعد یه بیت دیگه هم نوشتم تو این قسمت، خیلی قشنگ بود این بیتایی که میگم، مربوط به همین قسمت هایی که شما خوندی. تا از این طوفان بیداری و هوش وا رهیدی این ضمیر چشم و گوش. یعنی در واقع اون یکی از چیزایی رو که مولانا داره به ما اینجا میگه اینه که این پنج حواس، پنجگانه ما در واقع یه جورایی، شاید انقدر ما این درگیر ایناییم که حواس معنویمون رو یه جورایی بیحس شده، یعنی انگار مثلا ما یه دماغ واقعی داریم، یه بینی واقعی، یه بینی داریم که باهاش بوهای این دنیایی رو بو میکنیم، ولی ما یه شامه الهی هم داریم که اون شامه میتونه زکام بگیره و ما نشنویم اون بو رو، و چه جوری ما بر رو خودمون کار بکنیم که اون حواس رو بیدار کنیم، یعنی حواس معنویمون رو بیدار بکنیم. چون که حالا باز توی قسمت دوباره، تو همین قسمته که راجع لیلی و مجنون بود، راجع به خیال میگه، و خیال باز یه لول بالاترش عدمت، یعنی ما یا تو این همش تو این ظواهر این دنیا گیریم، مرحله بعدیش تو خیالات بعدیش عدمه، که حالا من میخوام واردش بشم. ولی یه قسمت هم هست توی بخش 29، باز اینم تو همین بخشایی که خوندی، که خیلی قشنگ راجع به جبر و اختیار صحبت میکنه و اینکه خیلی قشنگ باز میکنه تفاوت اینا رو، و من فقط سه بیتش رو میخونم، ولی از اولش اگه بخونی بخش 29 بسیار زیبا صحبت میکنه. میگه که گر به پرانیم تیر آن نز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. که اینجا به اون ازرا مایتا ما رمایتا تو آیه قرآن اشاره میکنه که میگه تو تیر پرتاب کردی، ولی تیر رو در واقع من یعنی در واقع تو مثل اون کمانه بودی که من ازت تیر پرتاب کردم، یعنی کسی که در پنجه تقلیب ربه در واقع اینطوریه. بعد میگه که میگه به این مثل به این به شکل جبر نگاه نکن، این نه جبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است، زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. یعنی اختیارم میاد توش، یعنی در واقع میگه که پس ما داریم توی ما بشناسیم قوانین این دنیایی که توش زندگی میکنیم، دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم جبر وجود داره. یعنی چی جبر وجود داره؟ یعنی قوانینی وجود داره، و ما وقتی که از این قوانین تبعیت نکنیم، مثلا وقتی اسیر خشم و شهوت بشیم، خب این تبعاتی داره، این معنی جباریه، ولی من اختیار دارم که اون مسیر رو برم یا یه مسیر دیگه برم. بنابراین که زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار، یعنی این دقیقا همون راه بازگشت، همون راه توبه است و برگشتن به اون مسیر درست. و ببخشید من خیلی حرف زدم، صداتون نیستش آقای دکتر. بازم میوتین آقای دکتر. صداتون نمیاد. به خودت نسی میکنم. با توی جون تموم شده آقای دکتر، میوت هستی.